به نام خدا. با عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد خدمت شما بینندگان، همونطور که وعده کرده بودیم بار دیگر از میهمان ارجمندی دعوت کردیم که در این برنامه از راه دور به ما بپیوندند و با ما باشند. میهمان آشنای برنامه سرکار خانم شهپر مصور رحمانی که درباره صحت روان و جسم انسان با ما و شما صحبت می کنند و موضوعاتی رو که در این کار دخیل هستند تجزیه و تحلیل می کنند و روش هایی که انسان به خودگرایی و با خودبینی خودش میتونه که خودش رو درمان کنه و اصلاح کنه و نقش خودشون رو در این کار به تفصیل در جلسات گذشته توضیح دادن، در این جلسه هم ادامه خواهند داد. سه موضوع بیشتر از موضوعات دیگه مورد نظر هست. یک موضوع هفته قبل از ایشان تقاضا کردیم که مطرح بکنند و موکول به این هفته شد، موضوع این که مفهوم می در ادبیات کلاسیک و ادبیات عرفانی به چه معنایی است و چگونه است که همه عرفای معتقد که مطالبشون در واقع ترجمه قرآن، مثل حافظ که میگوید من هر چه کردم هم از دولت قرآن کردم، یا شخصی مثل مولانا که کتابش رو به نام مثنوی، یعنی دومی، مثنوی یا مثنایی یعنی کتاب دوم، کتاب اول قرآن، کتاب دوم مال ایشانه، در اینجا نشسته و سخن میگوید، چطور ممکن است که اینها در باره می انگوری صحبت بکنه و بعد کتاب خودش رو قرآن دوم بنامه و نظیر اینها. خانم رحمانی فرمودند که این موضوع خیلی سنگینیه و احساس دین میکنم من که این موضوع رو با مطالعات دقیق تر و منطبق تری در هفته آینده ارائه کنم. دو موضوع برای هفته آینده خواهد بود که از ایشان تقاضا کردم اشاره کوتاهی به اون بکنن. یکی موضوع نقش مرگ در صحت زندگی دنیا که عوارض و بازتاب های اندیشه تقرب و نزدیکی به مرگ چگونه در زندگی ما و صحت ما تأثیر مثبت یا منفی میگذاره، و بعد هم نقش خواب در زندگی بشر از نقطه نظر کار تخصصی خانم رحمانی چگونه است که این کارها رو بهتر میکنه، بدتر میکنه. اون دو موضوع رو به کوتاهی و اختصار به فهرست مطالبشون امکانن اگه وقت بمونه اشاره میکنن، ولی مفصل اونها رو واگذار به هفته آینده میکنن. ولی موضوع میخارگی عرفا و اینکه می در ادبیات عرفانی چه معنایی میده و چه رابطه‌ای با دین داره، چه رابطه‌ای با صحت انسان داره و نقش این موضوع در کار تخصصی ایشان چگونه است، اینها رو با شما امروز مطرح خواهند کرد و مطمئنم که مثل همیشه برنامه بسیار سودمندی خواهد بود. از شما بینندگان عزیز تقاضا میکنم بعد از اینکه خانم رحمانی موضوعات مورد نظرشون رو مطرح فرمودند میتوانید که با برنامه تماس بگیرید و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. سرکار خانم رحمانی سلام عرض میکنم خدمتتون، خوش آمدید به برنامه شما و خدمت بینندگان عزیز شما. ممنون از این مقدمه که فرمودید. خب پس ما اول امروز بپردازیم به این مسئله می، که این می خوردن و
میگساری و نمیدونم این داستان ها در عرفان ما معنیش چیه واقعا و چی گفتن این افراد. من میگم خب به جای اینکه من بگم اینا چی گفتن، از خودشون کمک میگیریم با اشعاری که گفتن دقیقا گفتن چی گفتن. ممکن ما یه جاهایی به نفعمونه که نشنویم یه کسی چی گفته و خودمون تفسیر بکنیم، بگیم خب حالا این مقصودش اینه. در حالی که نه، بسیار واضحه. من اگر از حافظ شروع کنم، حافظ خیلی جالب اونجایی که میخواد بگی که مثلا یک کارهای چقدر بده، یعنی یک بد بودن یک کار، نامناسب بودن اون کار برای جامعه چقدر به درد نخوره، خیلی قشنگ روک اینو میگه. یه جا میگه که حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن. این می خوردن همون می انگوره. میگه تو حتی اگه این کارم بکنی، میخواد بگه این که زهد نمایی بکنی و اون که تظاهر بکنی به یک مطلبی که دیگرانو گول بزنی، آقا برو مشروب تو بخور، مست بکن، ما اونو میگیم بهتر از این کاره. یعنی اینقدر این کارو میخواد بگه بده. بعد یه جای دیگه میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام است ولی به مال اوقاف است. باز اینجا میخواد چیکار کنی؟ میخواد به ما بگه که حواسمون باشه این اون مشروب خوری که اونقدر در دین ما اینو گفته خوب نیست، اونقدر جامعه های سالم گفتن خوب نیست، اونقدر دنیا حالا اون موقع علم اون ساعت الان نبوده، ولی بازم خود دنیای علم و خود این افراد با اون کشف و شهوری که داشتن میدیدن به درد نمیخوره. خب چه جوری بگه اینو؟ میگه اگر تو مال اوقاف رو میخوری، مالی که یکی وقف کرده برای یک کاری به خصوص، تو اونو متصدیش میشی و اونو از بین میبری، این کار تو بدتر از مشروب خوردن. یعنی چون مشروب خوردن خب بالاخره خیلی چیز سختی بوده براشون. بعد همین حافظ حالا یه جای دیگه بگه که گوهر جام جم از کان جهانی دگر است، تو تمناز گل کوزگران میداری. میگه اون که من دارم به تو میدم، اصلا مکانش هم جای دیگه است. تو اینو فکر میکنم از این کوزه شراب دارم برای طرف میدم. یا میگه که زان می عشق از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جام. یعنی باز بر میگرده به اونجا که میگه خب این می عشق تو، اگر آخه این چه میه که پخته و خام میکنیم؟ ولی این میه وقتی یکی خورده فقط دعوا و کتککاری و فحش و سردرد و ناراحتی خانوادگی و تو جامعه آبرو رفتن بوده. این که کسی رو پخته نکرده که، این می چام که ازن اینجا داره میگه پختگی ازش به وجود نمیاد. ولی این میگه که حالا این هم این قسمتش رو خیلی جالب تو یه بیچیه دو تا مطلب رو گفته. میگه اگه این حالا اگه یه همچین چیزی تو داشتی، ماه رمضان هم هست تو بیار، ما با این افطار میکنیم، اصلا چیز بسیار خوبه. خب این دیگه اون شرابه نیستش مطمئنه، این چیز دیگه رو داره میگه. یا مثلا جای دیگه میگه پیاله بر کفنم بند تا سحرگه هشت، به میز دل ببرم حول روز رستاخیز. خب این روز رستاخیز که برای ما گفتن و هممون هم نگرانش هستیم که نباید پاشیم، خب این میگه این چه شرابیه که میگه بیا پیالش به من بدی که من اون ناراحتی رو از دل ببرم؟ پس این شرابیه. اینجا معلومه که این شراب انگور نیست، اینجا این شراب اونی که تو برای خودت توشه ای فراهم بکنی. از چی توشه فراهم کنی؟ نه از می و مشروب و این داستانه، بلکه از اون کارهایی که انجام دادی، رفتاری که انجام دادی، اون گونه که خودت نگه داشتی. این برای حافظ البته فراوان از این چیز. من هم تو گفتم حالا عطار چی میگه. عطار خیلی جالب در اون داستان شیخ صنعانش از این قشنگتر نمیتونه بگه که این می محصولش چیه. می که صحبت میکنه وقتی که اونجایی که عاشق این دختر ترسا میشه، میره با تمام 400 نفر از میگه همه داستانشو میدونین از افرادی که باهاش بودن، سفری میکنه و بعد میرسه به جایی به دختر ترسایی و میبینه عاشق این دختر میشه. خلاصه بالا و پایین آقا ما اینو میخوایم، هرچی شاگرداش میگن آخه استاد شما وقت این حرفا نیست، آخه این تو دختر ترسا رو نمیشه. که میگه نه الا بلا ما میخوایم. به دختر ترسا میگن یه آقای محسنی اومده اینجا بود، اون دخترم مثلا 15 ساله بود، این آقا اومده اینجا و میخواد که تو رو میخواد خواستگاری کنی، میخواد تو زنش بشی. دختر یه خوری دختر چین مثل عاقلی هم بودی، میگه من چهار تا شرط میذارم یکیشو این آدم انجام بده من قبول دارم. خب اون چهار تا شرط چیه؟ یکی اینکه میگه در مقابل بت ما و در مقابل جایی که ما هستیم بیاد مذهبش رو عوض کنه، تو بت نبوده اون مسیحی بوده، بیاد مذهبش رو عوض کنه. یا قرآن رو بسوزونه
یا بیاد کمر ببنده، خدمت باز ما رو بکنه، زنار بستن، یعنی همون کمر خدمت بستن، و یا شراب بخوره. خب این شیخ صنعانم میگه که خب اون ستا رو که من اصلا نمیتونم بکنم، پس بهترین کاری که میتونم بکنم اینه که شراب رو بخورم. حالا جالبیش اینه که باز این دو لبه ای داره، ولی اینجا شراب شراب واقعا انگوره. بعد این شراب رو که میخوره، بعدن هر ستای دیگه اون کارا رو انجام میده در اثر اون مستی، هم قرآن رو میسوزونه، هم به این تعظیم میکنه، هم کمر نارمندی. باز اینجا این درس اینه که این شراب این حرکات بوجود، این شرابی نیست که تو رو ایوالو بکنه، تو رو ببره یک مرحله بالاتر از بودن رو تجربه کنی. این شراب انگور این بلها رو سر تو در میاره. ولی حالا همین عطار وقتی میخواد بگه که تو با این با شرابی که اون شراب واقعا هستیه، اون شرابی که از اون به اصطلاح شیره زندگی بر همه ماها که ما مست میشیم وقتی بدونیم، میگه ماز خرابات عشق مست الست آمد، نام بلی چون بریم چون همه مست آمدیم. بعد میگه پیش ما جان ما خود شراب الست، ما همه زان یک شراب مست الست آمد. این محصولش چی اینجا؟ ما اینو وقت مولوی هم یه خیلی قشنگ میگه، اونم خدمتتون میگم، ما ز خرابات عشق مست الست آمدیم. ما از قبلی که اصلا بخوایم بیایم اینجا، اون ذات ما، اون به اسم اون قطره ای که از دریا بوداره بناس بیاد یه شکل بگیره، ما همون موقع مست بودیم، چون به غیر از مستی در اونجا چیز دیگه ای نیست. یعنی این بودن در اون مرحله که اومدیم از اون جهان هستی، ما خودمون نبودیم، در یک مرحله دیگه اومدیم اینجا. همینو مولوی خیلی قشنگ میگه، میگه ای می، نه میگه مولوی اینجا ایشو خیلی قشنگ میگه، نهادم پای در عشقی که بر عشاق سر باشم، منم فرزند عشق جان ولی پیش از پدر باشم. این پیش از پدر بودن در واقع همینی که میگه، چون ما وقتی برسیم به اون جایی که ببینیم و یا حس بکنیم و یا بپذیریم، چون اینا یه چیزایی نیست که ما با یکی بگه با گوش کنیم، با بگم باید تو اینو قبول کنی، اینا رو باید شما حسشون بکنید، در مراقبه این حسا رو میکنید که شما با جهان هستی یکی میشین. این میگه من حتی موقع پدر هنوز نبود، من از شراب هستی مست بودم و با اون اومدم. اون شراب حتما دیگه می انگوری نیستش، اون شراب حتما یک چیز دیگری هستش. یعنی خود اون عرفا میگن کجا دارن از چی استفاده میکنن. چرا حالا؟ چون باید اینا حرف بزنن با آدم ها، نمیتونستن که حرف نزنن. وقتی کسی یک چیزی یاد میگیره، یک چیزی از جهان هستی بهش الهام میشه، یک راهی میدونه، اگر در خودش نگه داره که اتفاقی نیفتاره، در خودش نگه داشته، ولی اگر بیاد بیرون و بخواد دیگران رو آگاه بکنه، حالا شما باید زبون مردم رو یه جوری حرف بزنی یا پیام رو یه جوری بدین که بعدن بتونن بفهمن، و اینا هر دو این کارو کردن. بعد اینم که مال عطارم که اینجا گفتیش، حالا میخوام برم خود مولوی رو بیارم که در مورد مولوی چجوری با این ماجرا کنار اومده. مولوی خیلی جالبه، خیلی اعتقاد داشته به رمز و نگه داشتن، راز و نگه داشتن در مسیری که به هر جا رسیدی نگو، اینا رو هی میگه مواظب باش، اینجاست دیگه حرف نمیزنه، اونجا اینطوریه. یه جایی میگه بر کنار بام یه مست مدام، پس بنشین یا فرود آبستن. این مستی رو که میگه مست مدام، اینجا اونجاست که این مولوی خیلی خیلی جاها، تا اونجایی که من تحقیق کردم و میدونم، خیلی جاها یهوی حرف رو عوض میکنه، داره یه چیزایی میگه، چون میدونن همه نمینشست اینا رو بنویسه، میگفت در حال سما، یهوی حرف عوض میشه، یهوی داستان دیگه میاد. چرا؟ چون میرسه به جایی که میگم اینو نباید بگم، یا میرسه به جایی که فکر میکنه باید یه جوری دیگه بگه. اینجا هم باز داشته در اون حالتی که صحبت میکرده از اون چیزهایی که در اون کشف و شهود بهش میرسه، بعد یه هایی استاب میکنه، استاب میکنه، میگه بر کنار بام یه مست مدام، تو که الان تو اون حالت هستی یا باید بگی یا دیگه تمومش کنی، جا استابش کنی. یعنی اون قشنگ، خیلی قشنگ اینو میگه، و بخصوص تو این شعرم که میگه باغبانا رد مطرب، ابر ساقی گشت و شد، باغ مست و راغ مست و قنچه مست و خار مست. باغبان رد مطربمون شده، رد و بعد ابرم ساقیمون شده. خب که دیگه شراب انگوری نداره که ما بره اینجوری، موی نگفته تاکستان اینجاست که. آسمانا چند گردی گردش عنصر ببین، آب مست و باد مست و
خاک مست و نار مست، یعنی تمام اون ارکان وجود ما که همون آب و آتش و خاک و باده، اینا همش مستن، اینا نیست، هیچ کدومشون از این مستی که مست الستی هستش اینا نمیتونن بیان بیرون. این رو داره به ما میگه. البته یه چیز هم اینجا بگم، اینجا همیشه خاک رو که میگه مقصود خیلی خاکی که عزیزی میگه خانم رحمانی چقدر با خاک مولوی بد بوده، خاک جهان هستی، خاک دیگه برای ما دنیا خاک کنم. نه، اون خاک مال خاکی که ما میگه خاک و آب و باد و آتش، چهار قسمت عنصری که ما ساخته شدیم. بعد دیدینا بعد میگه که حال صورت این چنین و حال معنا خود مپرس، روح مست و عقل مست و خاک مست و اسرار مست. خب این مستی که ما از خدا میخوایم یه کوچولو شما به چشونه آقای دکتر آقاسی که حس بود رزت ببریم، آب انگور که بابا سردرد میاره برامون، از اسممونم یادمون میره، حرفایی میزنیم که نباید بگیم، فردا داستان به وجود میاره. این داستان دیگه کی میتونیم اینا یکی من نمیدونم دیگه. و یا اونجایی که دهلوی میگه که من در مجلسی بودم که خدا خود چی میگن ساقی مجلس بود. آخه این چه مجلس که خدا ساقی مجلسه؟ مثلا این شراب فروشی سر کوچه‌مون مطمئنا نیستین، این یه داستان دیگه ای داره. بله بفرمایید. بیشتر من میخواستم از جتالی توضیحی بدید که انگیزه انتخاب این موضوع در فرهنگ عرفان برای چیه؟ مسلمه با حالا با توضیحاتی که دادید و توضیحات بیشتر از این، قطعا منظور شراب انگور نیست و تصور میکنم که این اتهام اصلا یک اتهام بدون استناد و خیلی سبکی باشه، خیلی هم احتیاج به دفاع نداره. ولی سوال اینه که اگر هم در بعد متشابهات عرفا استفاده کردند از این موضوع، دلیل و منطق استخدام این کانسپت برای نشان دادن، اولا چی رو میخوان نشان بدن و چرا این همه چیزهای مختلف تو دنیا وجود داره، از این عنصر و از این وسیله استفاده کردند برای یاد دادن؟ چی میخوان؟ دو تا سوال در اینجا مطرحه. یکی این که چی میخوان یاد بدن و این که چرا از این کتاب استفاده میکنن. جناب عالی ببینیم من که به نظرتون رو بدید. نظرم نمیدونم درسته. ببینیم بشر خب همیشه کنجکاو بوده، بیشتر خودشو بشناسه، بیشتر بدونه چیه، حالتهای خودشو ببینه. یه جاهایی که خیلی درب و داغون بوده میخواست یه روی به یک آرامشی برسه. خب تو طبیعت هم ما چندین چیز مختلف، یکی این علفهای مختلف هست که بعض وقتا اتفاقی اینا فهمیدن که مثلا این علف رو اینطوری انجام بدی توی حالت دیگه میدی، یا این مشروباتی که بوده حالتو عوض میکنه. برای یه حالتی که از این حالتی که هستیم بیرون، یه حالت میگن خورش این مشروبات آنچنان و آنچنان تر میکنه، اینا اون یه چیزی احتیاج داشتن که یک بهانه ای داشته باشن که بتونن آنچه که میخوان بگن یا ببینن چی حس میکنن. ولی مثلا وقت بعد هم چی، ما به همدیگه نگاه میکنیم، طرف خورده مشروب خورده، ولوش رو افتاده اونجا، بدهکاری داره، خونه نداره، زنش رفته، بچهش مثلا ناراحتی داره، اون یکی میگه چطور تو، میگه چه بیه بوت از این بزن ببین چطور میشه، بی حال و همه چی درست میشه، تو حالت خوب میشه. این حال خوب شدن ما به عکس اون که واقعا این حال رو خوب کنه که بهتر میکنه، هیچی جوابش رو جایی پیدا نکردیم. چون یادتون باشه آقای دکتر آقاسی، ما تو مدارس به ماهی دو تا چهار تا یاد میدن، هی میگن برو این ببین شاعره کی به دنیا آمد، کی مرد، ببین این مثلا فیلسوفه چه جوری زندگی کرد. اون به ما درس زندگی و خودشناسی و کسی جنریشن من زمان ما به ما یاد ندادن که بابا تو این خودتو بشناسی، چه خاصیتی داری، کجا باید چجوری شروع کنی، چجوری زندگی همیشه همه چی بهبه نیست، چجوری با بهبه نبودناش کنار بیای، اینا رو ما یاد نمیگیریم. به محض کوچکترین مشکلی که برامون پیش میاد، حالا اولین چیزی که آسون ترینشه، آقا بری خودشناسی بکنی و بری کتاب بخونی، بری میتر کنی، بری مراقبه کنی سالها در... نه اینا رو که نبوده، حالا من که الان گرفتم چیکار کنم،
ها بابام یادمه که یه خورده مشروب میخورد میخوابید میگو چقدر خب بذار من اینو بخورم. این یه قسمتشه. یه قسمتی هم متاسفانه تو دنیای جدید این تبلیغاتیه که به وجود اومده که به مردم میگن اینا خوبه. حالا کسی نیست بره بگه بپرسه آقا این تبلیغی که این شرابی که شما میگین حتما روزی دو لیوانش خوبه فلان ریسرچ شده، بریم ببینیم پول ریسرچ رو کی داده. پول ریسرچ رو هم کارخونه شرابسازی شما داده که میاد بخواد بگیم بقید از اینه. مگه واقعا اینا تهش رو که برین دنبال کنین هیچ کنون دلشون برای ما نسوخته؟ اینا هم میخوان یا مثلا دراک این مواد مخدر، اینا همش یک صحنه تظاهری و کاذب لذت. حالا عرفای ما میخوان بگن که بابا تو میتونی این لذت رو یه جور دیگه ببری ولی این کارا رو نکنی. حالا بیا من بهت بگم چه جوری. من فکر میکنم این دلیلش اینه که اینو به این صورت میخوان اینا رو برگردونن، از یک بیراهی بزن سر یه راهی که اگه ما گفتیم مستیم، ما مست الستیم، بیا ببین مست السته چیه، نرو دنبال مشروب خوردن. ولی خب طرف میاد که گفته مستم، بابا یه با چی شراب بده من حالم جا بیاد. من فکر کنم اینطوری آسان‌ترین راهه. هفته پیش شما تشریف نداشتید، در طول هفته یک سوالی رو من با بینندگان مطرح کردم و هنوز اون سوال نیمش پاسخ داده شده، نیم دیگرش موکول به این هفته شده که پاسخش رو بدن. و سوال این بود که چرا در قرآن برای اثبات بعضی از موضوعات یا برای طرح حکمت بعضی از موضوعات قرآن متوسل میشه به مثال هایی که وعده هایی در اون هست که اون وعده ها توسط همین خدا در این دنیا گناه محسوب میشه؟ مثلا موضوع خمر، موضوع همین شراب خوردن، موضوع رابطه جنسی با زنها یا با مردها و چیزهای نظیر این، یا موضوع اسراف که در این دنیا میگه هر کسی اسراف بکنه محارب خداست، دشمن خداست، یا هر کسی که در اینجا زنا بکنه باید که چنین جنان بشه. سوال این بود که چرا قرآن از این مبانی استفاده میکنه برای اینکه بهشت رو معرفی کنه؟ یعنی میگه تو اگر که اینجا آدم خوبی باشی، اسراف نکنی، بهشتی میشی و بهشت عبارت از جایی است که میتونی در اونجا اسراف کنی. تو اگر که در اینجا نجیب باشی و چشمت پاک باشه و زنا نکنی، جایزت اینه که اون دنیا میفرستمت به بهشتی که در اونجا بتونی هر چقدر دلت میخواد زنا کنی. یا اینکه همین موضوع اسراف در اونجا بهشتی هست که رودخانه عسل رد میشه، رودخانه شیر رد میشه، رودخانه هاییه رد میشه، که همه اینها با دروسی که قرآن در این دنیا به ما میده مغایرت داره. و بعد هم چرا قرآن اینا رو، نمیخوام شما جواب بدین، شما رو به اشکال بندازم، فقط دارم مسئله رو طرح میکنم که ما نگاه میکنیم میبینیم که یک کتابی که مبنای کار ماست برای تعلیم ما از مواردی استفاده میکنه که اون موارد رو اگر بخواهیم که انسجام بدیم و به صورت واقعیت عینی در بیاریم امور زننده میشن، علاوه بر این که قابل تحمل نیستند. شاید که اگر اون منطق باز بشه که چرا قرآن این کار رو میکنه، این افرادی هم که روش ادبی قرآن رو دنبال میکنن، در واقع سیستم آموزشی و تعلیماتی قرآن رو دنبال میکنن، یکی از دلایلش هم کار بردن مواردی است که قرآن ازش استفاده میکنه. این یکی به نظر بنده. البته یکی دیگش این است که اینها نگاه میکنن به اینکه ساختمان ما از چی ساخته شده و هیچ چیزی راحت تر از این نیست که اون گلی رو که قرآن میگه سرشت ماست، اون از خاک همین دنیاست دیگه و خاکش از دنیای دیگه نمیاد، از همین خاکی که جلوی چشم من و شماست
قالب ما را از همین خاک درست کردن، جانی که در این قالب به وجود آمده و روحی که در این قالب دمیده شده، اون بایستی که یک عامل یا یک عنصر ثانوی باشه نسبت به این قالبی که ساخته شده. و خب آب لازم هست که خاک رو تبدیل به گل بکنه و گل کوزه‌گری درست بکنه و قالب یا کوزه بسازه از ما. و در اصطلاح عرفا مقام شراب مقام معادل با مقام خداست، یعنی اصلا می معنی خود خدا رو میده. همین حافظ در اون شعر انقلابیش که دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن، چه کردن؟ گل آدم بسرشتن. با چی بسرشتن؟ زدن معنی آمیختن میده به هم، یعنی قاطی کردن دیگه. گل آدم بسرشتند و با پیمانه، اون شرابی که در پیمانه است، اون شراب پیمانش قالب ماست و میی که در داخل اون پیمانه هست خداست. که میگه علت اینی که بشر این رغبت و این عشق رو و این کشش رو نسبت به خالق داره اینی که خاک وجودش با آب وجود خدا تبدیل به گل شده و سرشتش اصلا سرشتی است که در اجزاء وجودش خدا موجوده. و مطلب دیگر این که هیچ چیزی به اصطلاح سریان و جریان می رو نداره. خدا اگر که میخواست که یک جنس نخاله‌ای باشه، ما که خاک هستیم، خدا هم اگه میخواست نخاله باشه، آجر باشه، نمیتونست که در ذرات این خاک داخل بشه، توجه میکنید؟ ولی وقتی که خدا تبدیل میشه به آب حیات، تبدیل میشه به اون می، اون می با همه قدرتش به علت جاری و ساری بودنش در اجزاء وجود آدم رخنه میکنه و جای میگیره. و باز برمیگردیم به قرآن که خدا میگه من از وریده گردن به تو نزدیکتر هستم، نه اینکه مثل وریده گردن به همین نزدیکی، میگه از این نزدیکتر هستم به تو. اون نزدیکتر بودنش خیلی سوال برانگیزه که در واقع محلی از ما وجود نداره که خدا در اون نباشه. موضوع سومی که من فکر میکنم که علتی است که عرفا از می استفاده میکنن، غیر از جنبه اول و جنبه دوم، جنبه سومش این است که موضوع تجلیگاه مقام می هست. که ما وقتی که به عالم نگاه میکنیم، عده‌ای هستن که نگاهشون سبب سوزه، از این ظاهر ماده رد میشن و حقیقت ماده رو در دل این ماده جستجو میکنن که اون هستی واقعی است که این ماده در واقع حجاب اون هستی واقعی است. حالا موضوع آینه مطرح میشه و حضرت عالی میدونید که این آینه جیوه‌ای یک چیز جدیدی است که شاید که در عمر بشر 10,000 سال باشه که از چین مثلا این رو آوردن یا میشناسن، یا یه چیز جدیده، جنبه تقدس باستانی نداره. آینه در نظر مردم، غیر از اینکه این صنعت رو کنار بگذاریم، آینه یا آب یا چشم آدمه، یا اینکه یک مایعی مثل همین آب، یا اینکه توی چشم آدم نگاه بکنن که آدم بتونه که عکس خودش رو در چیزی ببینه. موضوع آب و آینه، آینه یک چیز صنعتی جدیدی است که حالا ما تا میگیم آینه یاد جیوه و شیشه میافتیم، ولی در عرفان وقتی که به آینه اشاره میکنه به آب اشاره میکنه و میگوید که وقتی که خدا از روح خودش در ما میدمه، در واقع روح خدا اون میست که جریان و سیلان پیدا میکنه و همه وجود ما رو مست میکنه و مرطوب میکنه و همجنس خودش میکنه.
و البته ساقی میدونید شما وقتی که می میاره و تعارف میکنه و میخواران رو به اصطلاح می میبخشه، میاد و پیمانه رو به اونها تعارف میکنه، اولین چیزی که میخوار میبینه عکس ساقی در پیمانه میفته و این موضوع تجلیگاهه که این عالم یک آینه است که عکس خدا در او دیده میشه. منتها هر چقدر که آدم آینه قلب خودش رو صیقل بزنه، آینه بیرون هم صیقل میخوره و آدم به هر جایی که نگاه میکنه تصویر خدا و عکس خدا رو در آینه خلقت میبینه. یکی این به نظر مثل اون که میگه چشم بگشای که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار، این تماشا چو بنگری، این نوع نگرش اگر داشته باشی، این تماشا چو بنگری بینی لیس فی الدار غیره دیار، که در خانه غیر از صاحب خانه کسی دیگری نیست. من فکر میکنم که این سه مورد، شاید که البته موارد دیگری هم هست، حالا اطراف وقت نمیخوام بکنم، به نظرم میاد که شاید که این سه مورد تاریخی و سنتی مواردی باشه که هیچ عامل دیگری برای مثال زدن که هم آینه باشه، هم جوهر باشه و هم مایه اولیه باشه، در مقام می نمیتونه که مورد بیان قرار بگیره. نظر جناب عالی رو هم میخواستم ببینم که چی فکر میکنه. ببینید اینکه خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره، من فکر میکنم به این صورت میشه دیدش. میگه که تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. در میان جان ما، نگاره در میان جسم تو. ما بغیر از این جسم یک روحی هم داریم دیگه، روح داریم و یک روانی داریم. این روان ما الان دنیای علم ثابت کرده ما فقط ژن و پدر مادرامون ارث نمیبریم، ما یک خصوصیات اخلاقی جان هم از این افراد، از تمام جامعه‌ای که توش هستیم بهش میگن مورفوژنیک، از اونا ما به ارث میبریم. یعنی چی؟ یعنی من که تو فرهنگ ایران هستم، اونجا که به دنیا اومدم و حتی دو سال بودم، میام اینجا تو نبشه تو آمریکا، هنوز یه چیزای عین مادر بزرگم عمل میکنن، بدون که اصلا مادر بزرگ رو دیده باشن. مثلا خواهر بزرگم میگه تو که این که یعنی بیبی شدی که، میگم خب مثل بیبی شدم دیگه، بیبی هم مثلا ندیدی. اینا وجود، این جان ماست، این جان ماست که هست. حالا این که میگه در میان جان تو گنجی نهان آید پری، بسیار زیبا اینو گفته. یعنی ما وقتی که واقعا به خودمون در همون چشم خودمون بنگریم و خدا رو ببینیم، حالا اون خدا یا هر گوشه دیوار که ما خدا رو میبینیم، اون جان ماست که در اونجا که دیدی، حالا تمام دگ و پی من با اون دیگه آلوده شده. و این می که شما فرمودید دقیقا این کار میکنه. این عدیل من اینطوری نگاش میکنم که واقعا اصلا نمیشه بغیر از این فکر کرد که آخه خدا که یه جا، آخه خدا که جسم که نیست که یه جا باشه که. من اینطوری فکر میکنم. بقیه سوالاتون رو نمیدونم، اونا من صلاحیت گفتاری چیزی در موردت ندارم. بفرمایید. میخواستم این رو عرض بکنم که وجود ما به علت این که یک عکسی از خداست، منتها اعمال و رفتار ما وقتی که این آینه رو کدر میکنه و غبار روی این آینه قرار میده، اون وقت تصویر یا دیده نمیشه یا اگه دیده بشه زیبا نیست. ما اگر که دنیا رو زیبا نمیبینیم و اگر در دنیا زشتی میبینیم، اینها زشتی هاییست که توی چشم ما وجود داره، به علت اینکه این آینه غبار آلوده. شما اگر که عکس خودتون رو توی یک آب آرامی نگاه بکنید، در یک جام شرابی که درد نداشته باشه و صاف و شفاف باشه، عکستون رو خیلی زیباتون میبینید. شما توی باطلاقی که نگاه بکنید یا آب گلالودی که نگاه بکنید، مواج باشه گلالود هم باشه، یک تصویر زشتی از خودتون میبینید. خودتون از خودتون میترسید که این چیه تو آب داره حرکت میکنه، این شکل و این قیافه و اینها. یکی از
محاسن این مثال زدن ها، تشبیهاتی که می رو استفاده می کنن، این است که اگر که ما بتونیم که در زلال بودن و در شفاف بودن درونمون و در قلبمون اون صافی و اون صیقلی بودن رو به وجود بیاریم، یا اگه بخوایم که واژه دینی استفاده بکنیم اون طهارت و تزکیه رو به وجود بیاریم که ما این سینه، آینه این سینمون پاک بشه، وقتی بهش نگاه میکنیم تصویر کامل خودمون رو میبینیم و تصویر کامل ما تصویر خداست، یعنی صورت بشر صورت خداست. و این باز برمیگردیم به تکست های دینی که این متن قرآنی که ما انسان رو به صورت خودمون آفریدیم، یعنی انسان صورتش صورت خداست. ولی آیا همه انسان ها صورتشون صورت خداست؟ یا انسان هایی که آینه قلبشون رو پاک کردن، شما صورت اون انسان ها رو که میبینید مثل اینکه صورت خدا رو دیدید؟ نقش می بیشتر به نظر من موضوع تجلی خدا رو نشون میده. یا در داستان منطق و تیر شما میبینید که این مرغ ها وقتی که میخوان رئیسشون رو پیدا بکنن، خدای مرغ ها رو پیدا بکنن، دست جمعی شروع میکنن به جستجو کردن که دنبال خدا بگردن و میگن خدا کجاست، بالای کله قله قاف و حرکت میکنن. حالا داستان رو کوتاه میکنیم، خیلی هاشون از بین میرن، خیلی هاشون پشیمون میشن، ناامید میشن، یه تعدادشون هم به اون قله بالا میرسن. اونجا صدا بلند میشه که خب حالا شما به این کوه نگاه بکنید، خدای مرغا رو میبینید که کیه. اون وقتی به اون کوه نگاه میکنن، اون کوه تبدیل به یک آینه میشه و توی اون آینه نگاه میکنن، میبینن 30 تا مرغ هست، میشمارن میبینن خودشون هم 30 تا هستن، اون عکس هم 30 تا است و به اونا گفته میشه که این همین خدایی است که دنبالش بودید. و در واقع خودشناسی و به خدا آمدن به جایی که خود آدم آینه جلوه خدا میشه، که سیمرغ ها، سیمرغ اسم خداست دیگه، سیمرغ یعنی 30 تا مرغ، این 30 تا مرغ خودشون رو تو آینه میبینن. بشر به صورت نوعی هر وقتی که مثل اون سیمرغ ها به قله تطهیر و نزاکت و تزکیه برسه، به نظر این عرفا تا اونجایی که مختصرا من اطلاع دارم و میخونم، به این نتیجه رسیدم که ما برای رسیدن به خدا بایستی که صفات فاعلی خدا رو روی زمین انجام بدیم، پاکسازی بکنیم، که خدا رو در خودمون ببینیم. چون کار متشرع اینه که خدا رو بیرون دنبالش میگرده، خدا بیرون نیست، خدا بیرون کاری نداره از من. اگرم خدایی بیرون من باشه، اون خدا به من مربوط نیست، من با اون خدا کاری ندارم، ارتباطی من با اون خدا ندارم، ارتباط من با خداییست که در درون منه. و اون خدا رو من زمانی میتونم باهاش مرتبط بشم و تماس بگیرم که آینه دارش باشم، چون تماس با خدا فقط از طریق جلوه در آینه است. و خیلی جایی تأسفه که ما میبینیم که برای کسانی که با اصل وجود خدا مخالفن یا با اصل دین مخالفن، مطالب منطقی رو زیر پا میگذارن و یک آدم هایی رو که اصلا در این کارا اونا دخالتی نداشتن، مثل مولوی، مثل حافظ، اینها رو متهم میکنن به میخارگی. مطلب من این است که حالا یک آدمی خدا را قبول نداره، دین را هم قبول نداره، عرق‌خور حرفه‌ای هم هست، خودش میدونه و خدای خودش، اما این آدم اگر آمد و گفت من قرآن ثانی رو منتشر کردم، من صبحخیزی یا سلامت طلبی چون حافظ هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم، خب این آدم اگر که با این حد وابستگی خودش رو به قرآن نشان میده، یا میگه عشقت به فریادت برسه اگر مثل حافظی که من باشم قرآن رو به 14 روایت مختلف از حفظ داری، این آدم با این مشخصات باید مریض روانی باشه که شرابم بخوره دیگه،
اگر نمیخوای شراب بخوری، کار خلاف قرآن میکنی، خلاف اسلام میکنی، دیگه چرا خودتو قرآنی نشون میدی؟ این است که من تصور میکنم که علاوه بر این که این کار گاهگاهی اشتباه میشه، یک مقداری هم عمد در این کار قرار داره. یکی دو تا بیننده با شما خواستن که صحبت بکنن، اگر که اجازه بفرمایید نظریات اینها رو بخوانم. جناب شاه محمد صمیم می نویسند که شراب و می همان روح آدمی می باشد که خداوند در بدن انسان دمید، ساقی و باغبان فقط خود پروردگار جهانیان است. نظر شما چیه؟ ببخشید من یکم اینجا یه چیز اومد، سوالی بفرمایید دیگه. ساقی چی بود؟ میگن شراب و می همان روح آدمی می باشد که خداوند در بدن انسان دمیده است، ساقی و باغبان هم فقط خود پروردگار جهانیان است. با این موضوع شما متوجه سوالشون نمیشم. من یه چیزو اینجا اضافه کنم بعد بگم برای من سوالشون چیه. ببینین تمام این داستانی که ما در خودمون بتونیم خدا رو پیدا کنیم، اصلا این قدرتی که خداوند به ما داده که ما بتونیم این راهو بریم و این به این آگاهی دست پیدا کنیم، عظمت انسانه و اختیاری که داره. ما در یه جاهای اختیار نداریم، برای این عظمت انسانی. چرا که فرشته بعد همیشه فرشته باشه؟ فرشته نمیتونه بد باشه، فرشته بد نمیتونه باشه، ولی انسان میتونه بد بشه. پس فرشته وقتی خوبه، خب اون کار خودشو انجام میده. ما عظمتمون بالاتره، برای اینکه ما میتونیم انتخاب بکنیم. ببخشید من که اتاق فرمان سندیگو مسئله داره جان. بعد دیده یک انسانی که مختاره، حالا وقتی که شروع کرد به این، حالا این خدا چه بازی با ما داره میکنه من نمیدونم والا، ولی واقعا میفهمم که این بازیش بازی جالبیه. منو در درون خودم و به خود من این امکانو میده که من بشم خداگونه یا بشم شیطانگونه. ها بیوتیفول، چقدر این زیباست که من این همچین عظمتی دارم. حالا اگه من رفتم و شدم شیطان، که دیگه نمیتونم فریاد بزنم بگم خدا من این کارو کرده، که حداقل دیسه، حداقل یک سنه چی میگن قبول بکنم که انتخابات خود من بوده که به اینجا رسیده. پس اینو حالا چه شراب باشه، چه یک گنجینه ای باشه، چه نمیدونم طلا جواهر سلطان باشه، فرقی نمیکنه. من در کجا به من این به اصطلاح صحنه رو دادن که من خودم رو دریابم، من باید حواسم باشه چه جوری. این عظمت ماست و چیز خوبیه. من سوال اون خانمون نفهمیدم واقعا که چی میپرسیدن. یعنی خدا بیشتر اظهار نظر کردند که اینطور هست و تایید شما رو میخواستن که شراب و می همان روح آدمی می باشد. این نظرشونه و که خداوند در بدن انسان دمیده. خواستند که ببینن نظر شما همینه. و بعد ساقی و باغبان و ترم های نظیر این هم اشاره به خود خداست، که خدا ساقیه یا باغبانه. میخوام ببینن نظر شما همین هست. خدا باغبان هست. هر جایی که خدا تجلی میکنه و به من حق انتخاب میده به عنوان یک انسانی که قبول کرده، خب اون خداست که داره اینو به من میده دیگه. چیزی دیگه نمیشه پرسید. مثل که مثلا فرض کنید پدر، در یک مثال پایین ترش، یک پدر مادر وقتی بچه رو برم در میبرن میگن بین این و این و این تو حق داری تو این شکلات فروشی بری، حق داری تو این کتاب فروشی بری، حق داری تو این سینما بری، حق انتخاب داریم بهش میدیم که ببینیم اون چی رو انتخاب میکنه. ولی خودمون اونجا واسدیم، به هر حال یه نظارتی داریم. خدا هیچ وقت به نظر من بندگانش رو رها نمیکنه. امکان نداره خدا بندگانش رو رها بکنه. حتما همیشه با ماست، یه جوری با ما هستش. بعد باقیمون میخوایم بگین اسمشو، باقیمونه چه اشکاله. ما همه دستاوردهایشونی. بفهم جناب شاه محمد صمیم سلام خدمت استاد گرامی عزیز و ارجمند و همچنین خدمت خانم رحمانی و دوستان عزیز گرامی. ایشان فقط اظهار تشکر میکنن از حضور جناب عالی. آقای قاسم پرتو
میگویند که دلیل حافظ و دیگر عارفان چیست که اینقدر شراب را به امر تشبیهی استفاده کردند؟ اگر واقعا چنین باشد، آیا جایگزین بهتری برای شراب نداشتند؟ در حالی که چقدر در این سرزمین ها شراب را بد می دیدند. سوالشون رو متوجه شدید؟ میگن که چرا عارفان این مقدار در امر تشبیهی از شراب استفاده کردند، مگه چیز بهتری جایگزین اون نداشتن، در حالی که در همه این سرزمین ها شراب خیلی بد بوده؟ من یه جوری که مختارم اینو چیز کنم بفهمم اینه که میگن که چون که با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. وقتی که ما میخوایم با یه آدمای وقتی جهان هستی یا عرفای ما خواسته با آدمای صحبت بکنه که نهایت عشقشون بود که مست کنن و مستی شراب انگور بوده، خب گفتن اینو مثال میزنیم بره با اون زبون باهاشون صحبت کردن که بگن تو اونو که میخوای این گونه است. اینو فقط میتونم فکر کنم، چون چجوری به کسی که اصلا الفبای عرفان رو نمیدونه، الفبای شاهد بودن رو نمیدونه، الفبای این که بتونه فقط نظاره‌گر باشه و بدونه با جهان هستی یکیه، چگونه به این بگن که یک چیز خیلی خوبیه این؟ خب میگن تو مشروب خوری مست کردی، میگه خیلی چیز خوبیه، ما میگیم این از اون بهتره، حداقل یه میزانی داری که بسنجی. بله جناب، حالا شما نمیدونم که فیسبوک چلوتون هست یا نیست، ولی آقای عبدالعهد که یک شعر بلندی از ابوالمعالی بیدل فرستادن که خیلی خیلی جالبه، ولی خب زمان میخواد که بخوانیم و معنی شما هم بخوانید و استفاده بکنید. یک تداخلی که در اینجا خانم رحمانی ایجاد شده، ما چون برنامه قبلی رو برای پذیرایی از شما نیمه کار تعطیل کردیم، یک سری از جوابهایی که به اون برنامه داده میشه وارد این برنامه شده و یک کمی باید بینش بگردم ببینم کدومش مربوط به این برنامه. درد سر شما زیاد شده. نخیر، عرض کنم که جناب آریافر می نویسند که خدمت جناب عالی با عرض سلام و مهمان عزیزتان، بیشتر انسان‌ها هم از بد به تولد و هم عبور از طفولیت و نوجوانی آینه غبارآلودی دارند و یا غبارآلود پیدا می‌کنند بدون نقش مؤثری از جانب خودشان. بنابراین شما نمی‌توانید همه انسان‌ها را مسئول اعمال خودشان و غبارآلوده کردن آینه وجودشان کنید. اجازه بدید یه دفعه دیگه این قسمت رو بخونم، خوب نفهمیدم. می نویسند که بیشتر انسانها هم از بد به تولد و هم عبور از طفولیت و نوجوانی آینه غبارآلود دارند یا آینه غبارآلود پیدا کردند بدون اینکه نقش مؤثری از جانب خودشان داشته باشن، یعنی بدون اینکه خودشون بدونن آینه‌شون رو دیگران غبارآلود کردن. در واقع خودشون نقشی در غبارآلود کردن آینه‌شون ندارن، چون ایشان خیلی سختگیرن به جوابی که میدیم و سوال خوب متوجه بشن. خب یعنی میگه این آدما تقصیری ندارن، آینه‌شون غبارآلوده، پس فاعلش کسی دیگه است که آینه اینها رو غبارآلود کرده. ببینید آقای دکتر قصی، اگر که ما تا زمانی که ندونیم آینمون غبارآلوده و با آینه غبارآلودمون زندگی میکنیم، کسی هم از ما توقعی نداره. یعنی شما تا زمانی که حتی تمام قوانینی هم که هست، وقتی یکی مثلا فرض بفرمایید یک کسی، حالا بر اساس این مثال، یک کسی تو آفریقا هست و هیچ وقت قرآن رو نخونده و هیچ وقت نمیدونه خدا در اونجا چی کنه، من فکر نمی‌کنم خدا اینو مجازات بکنه، بعد من نمیدونه. اما اگر به محض اینکه ما دونستیم، من اونجایی که فهمیدم آینم غبارآلوده، این آگاهی مسئولیت داره. چرا مسئولیت داره؟ مسئولیتش اینه که یا برم قبارو رو پاک کنم، یا اگر میخوام ادامه بدم که این قبار بمونه، حالا دیگه دیگران رو مسئول ندونم، دستم بیارم به طرف خودم دراز کنم، بگم من خودم مسئولم، ولی نمیخوام کاری بکنم، that's okay too.
کسی کسی رو مجبور نمیکنه کاری بکنه، ولی ما باید یاد بگیریم که اولا چون بیماری هم مثل بیماری دیگه، بیماری شما موقعی که نمیدونی بیماری چیه دواش هم مداواش هم نمیتونی بکنی. به محض اینکه شما فهمیدین بیماریتون چی، حالا باید مداوا شروع کنیم. اگر نمیخوایم مداوا بکنیم، بدونین آگاهانه نمیخوام مداوا شروع بکنم و تقصیر هیچ کس هم نیست، این دیگه دست خودمه. همین آدم رو راحت میکنه، رها میکنه، دیگران رو راحت و رها میکنه. ما اینقدر انگشتمون میگه پدرم این کاره کرد، بابام اون طوری کرد، معلمم این بود، اون مادرم اون کار کرد، اینا همه باید برن کنار. وقتی شما آگاه شدی که یک آینه ای داری و این آینه قبارالوده، دیگه برو دنبال اون صاف کردن اون آینه. اینو من اینطوری میبینم. ببینید خانم رحمانی، ایشان سوالشون به نظرم این باشه که اگه اشتباه نکنم میگویند که اینها آینه شون به عنوان یه فکت قبارالود هست. دو نمره دو موضوع این که اینها قبارالود نکردن. موضوع سوم میگویند که اینها بنابراین مسئول قبارالوده بودن آینه وجودشون نیستند و نظر شما رو در این مورد خواستن. یعنی یک، اینا آینه شون قبارالوده. دو، خودشون قبارالود نکردن، بنابراین مسئولیت قبار روی آینه شون رو ندارن. آدم های هستن با آینه، آینه شون قبارالوده ولی دخالتی در این قبار افکنی روی آینه شون نداشتن. میگن تکلیف اینها چیه؟ بله، من اولا که خب من اگه بنا بود تکلیف همه آدم ها رو معلوم بکنم که خیلی خوب بودن، تکلیف کسی رو نمیتونم معلوم کنم. ولی جوری که نگاه میکنم به این، ببینیم ما یک میگیم یه قانونی داریم، لاف کارما، قانون کارما. قانون کارما چیه؟ به من میگه که تو الان که از خونه اومدی بیرون، اگر تو مستی و نشستی پشت فرمون و زدی یادمی و کشتی، تو مسئولی. حالا تو میتونی که اینجا پارتی بازی بکنی، بری بگی آقا قاضی رو ببینی تا تو رو مجازات نکنم، ولی یک مجازاتی برای تو در جهان هستی هست. اما همین قانون چی میگه؟ میگه اگه تو اومدی از خونت بیرون، تمام اون مقدمات کاری رو که باید بکنی درست انجام دادی، رفتی سوار ماشین شدی، یکی یک حیوان پرید جلوی ماشین تو، زدی به بغل دستی و اون مرده شد، تو اینجا قانون مجازات مرگ اونو تو نداری، در یک بُعد دیگه تو برای این مجازات بدی. تمام داستان، یعنی داستان دنیای فیزیکی ما با داستان این مسائلی که روحی فکر میکنیم یکیه. من تا زمانی که من متوجه خاک آلودگی نشدم، خب کسی هم ازم توقعی نداره، کی باید مسئول باشه، هیچ کم توقع نداره. اما به اونجای ما همه از هم توقع داریم و میخوایم درست بریم که مست بدونیم من خاک آلودم و کاری نکنم، ولی مطمئنن افرادی که نمیدونن، یک کس که کور به دنیا میاد چشش نمیبینه، که اگر افتاد تو چه منم انداخت، که من نمیتونم بگم تو چه ندیده، خب ندیده، کور بوده، یه جور دیگه باش کار میکنیم. بله، خانم اشرف تهرانی خیلی هم به شما علاقه دارن، ایشون می نویسن که خدمت خانم رحمانی با سلام، در مورد اینکه شعرا از متشابهات استفاده کردند سوالی برای مطرح می باشد و آن این است که اگر که خداوند در قرآن از متشابهات استفاده کرده، برای این می باشد که آن متشابهات بتواند محکمات را از آن استخراج کند. می توان این طور استنباط کرد که چون ما از عالم مجرد بیخبر هستیم و خداوند می خواهد برای ما مثالهایی بزند که ما در این دنیای خاکی آن مثالها را درک کنیم، می توان گفت چون افکار ما محدود به همین دنیا می باشد، مثال هایی برای ما قابل درک خواهد بود که مربوط به این دنیا باشه. ولی در مورد شعرا، آیا آنها چرا باید از این متشابهات استفاده کنند در حالی که آنها در همین دنیای خاکی زندگی کردند؟ ممنون از شما. خلاصه سوالشون اینه خانم رحمانی، که اگر خدا مثال شراب میزنه، مثال حوری میزنه، به خاطر این هست که خدا درباره بهشتی صحبت میکنه که معلوم نیست که این بهشت بهشت مادی باشه، بهشت عینی باشه یا بهشت مثالی باشه. مجبوره که خدا این مثالها رو بزنه برای اینکه راجع به عالم مجرد داره صحبت میکنه. اما شعرا که این گرفتاری رو ندارن، اونها چرا این مثالها رو وارد کردند؟
من امیدوارم که شعرها رو من نمیدونم، نه فهمیدم سوال چی، من نمیدونم چه شعرها استفاده کردن، ولی من چیزی که در عرف ها اگر استفاده کردن، اولا که خب تمام این عرف های ما همه حافظ یعنی معلم اصلیشون خدا و قرآن بوده، خب اینا هم همین یعنی از اون راه چه دیگه کجا بره، اگه خدا اونو استفاده کرده این عارفه کیه که بخواد عوضش بکنه، اون همین رو استفاده میکنه دیگه، نمیدونم چرا استفاده کرده، ولی من فکرم همین که میگی بله. اگر در اونجا مثال میزنید عارف هم همینجا میره، برای اینکه نمیدونی دیگه چه جوری بگه. حالا من اضافه میکنم به پاسخ جناب عالی و اون این است که به خانم تهرانی پاسخ رو میدم از طرف خودم و شما که علت اینی که قرآن مثالهایی که میزنه مثالهایی است که به نظر ما یک کمی خارج از نرم میاد، خودتون تشخیص دادید خانم تهرانی که این مثالها برای اینه که راجع به عالم مجرد صحبت میکنه و چون عالم مجرد برای ما مشخص نیست به آثار عالم مجرد اشاره میکنه که شبیه آثار دنیای مقیده. بعد گفتید که شعرا که این محدودیت رو ندارن، اونها چرا از این مثال ها استفاده میکنن؟ در اینجا فکر میکنم که اشتباه میکنید، خانم تهرانی اشتباه میکنن، به خاطر اینکه شعرا هم راجع به موضوعات عالم مجرد صحبت میکنن، یعنی همونطور که قرآن درباره بهشتی صحبت میکنه که معلوم نیست بهشت مکان شرط فضاست، تخیل ما هیچ نمیدونیم بهشت خاکیه، خاکی نیست، ماده است، معناست، چون که هیچ کدام اینها رو نمیدونیم در تعریف اینها قرآن به آثار اینها اشاره میکنه. شعرا هم همین کار رو میکنن، شعرا هم در مورد مسائل مجرد صحبت میکنن. وقتی شما راجع به خدا صحبت میکنید، خدا رئیس کل همه مجرد هاست، یعنی هر چی که شما راجع به خدا صحبت میکنید متشابهه، یعنی ما اصلا در مورد خدا نمیتونیم راجع به عینیت صحبت بکنیم و الا ما خدا میشیم، اون میشن بنده خدا. من فکر میکنم پاسخشون این است که شعرا هم راجع به موضوعات مجرد صحبت میکنن. خانم بهار افغان که ایشان هم خیلی از طرفداران جناب عالی هستن، سلام میکنن به شما. جناب محمد می نویسن که سوال من هم سوال خانم تهرانی بوده. مطلب دیگری رو که باز در اینجا مطرح میکنند خانم تهرانی، میگویند خانم رحمانی شما فرمودید می توانم بد باشم ولی فرشته نمی تواند بد باشد، آیا نمی شود فرشته خوب داشته باشیم و فرشته بد که در هر دو صورت این فرشته ها در وجود ما هستند؟ فرشته اگه به اون معنایی که آخه همه اینا یه معنای کلاسیک دارن، یه معنایی که ما میخواییم میتونیم بهشون بدیم، در اون معنای کلاسیک واقعا به فرشته که میخواییم بگیم چیه، میگه به فرشته گفت به آدم تعظیم میکنه، تو اینجا میگه به ظاهر بین همی گوید چون مسجود ملایک شد، که ای ابله روا داری که جسم مختصر باشم. وقتی از فرشته میخواد که به انسان تعظیم بکنه، به انسان جسم خالیش نبوده که این تعظیم کرده، فرشته او رو انجام داره برای اینکه این انسان جسم نبوده، روح خداوند هم درش بوده. خیلی خوب، ما فرشته بد که فرشته برای کار بد ساخته نشه، ولی ما فرشته بد و خوب میگیم داریم که اعمال بد و خوب ما رو مینویسن، فرشته ای که اعمال اگر بر این داستانه، این همه اسطوره است، این همه داستانه که ما یه خود حواسمون به خودمون شه، بله میگن فرشته سمت راست و سمت چپ که اون اعمال خوبتون رو مینویسه و اعمال بد رو مینویسه، ولی خود فرشته بد و خوب نداره، فرشته ذاتش فرشته است، این جوری که من یاد گرفتم و قبول دارم، ولی ما میتونیم هم فرشته گونه عمل بکنیم، هم شیطان گونه عمل بکنیم، هم تمام اون باقی وحشی که در وجود ما نهفته است اونا رو بهشون اجازه بدیم بیان بیرون و فریاد بزنن، اون دیگه اجازه ماست که کیو میخوایم بیاریم بیرون بذاریم جلوی صحنه در کنار خودمون، اون دیگه انتخاب ماست. یک موضوع کوچیکی که اینجا وجود داره این است که همونطور که اول فرمایشاتون اشاره کردید، شما فرشته رو در یک ترم محاوره‌ای و مصطلح صحبت کردن
میشناسید و مطرح میکنید. این افرادی که توی این برنامه هستند، اینها خیلی ملا لغتی هستند و با تربیت طولانی قرآنی خو کردن و افرادی هستند که در واقع فرشته هایی رو که تو بازار معمولا بهشون اشاره میشه فرشته های حدیثی هستن، فرشته هایی هستن که از علم حدیث برمیخیزن. فرشته های اینها مثل خانم تهرانی را فرشته های توی قرآن هستن که با چارچوب های قرآنی اینا را اندازه میگیرن که فرشته قالب خارجی نداره و اون فرشته هایی که درست میکنن دختر بچه هایی که چاق و توپل هستن و بالم دارن رو دوششون بله و لباسشون هم مناسب نیست و اینا. چندین بار ما از دولت تقاضا کردیم که یه روسری سر اینا بکنن، پارچه کم آورده بودن و به اون فرشته ها معمولا در حدیث اشاره میشه و شخصیت فرشته رو اونطور میبینن. ولی البته فرشته ای رو که قرآن مطرح میکنه فرشته است که نفس درونی بشره و یکی از این فرشته ها در همون آیه 29 سوره دوم قرآن موقعی که خدا مثال خلق انسان رو میزنه میگه به فرشته ها گفتم که بیان و به آدم سجده کنن، یکی از این فرشته ها سجده نکرد. ملاحظه بفرمایید، یکی از این فرشته ها یعنی اون که اومده سجده نکرده و اون ابلیس بود یا شیطان بود، که شیطان بس فرشته بوده ولی فرشته ای بوده که از بین فرشته ها. همه اینها متشابهات قرآن البته ولی نشون میده که از نظر ترم قرآنی دارم عرض میکنم، نه محاوره بیرون. شیطان فرشته های بیرون خیلی فرق میکنن با فرشته های قرآن. فرشته های قرآنی خیلی کلاسیک هستن و تابع قواعد خاصی هستن که جسم ندارن، جسمشون از آدم اجاره میکنن، چون خودشون جسم ندارن در درون آدم زندگی میکنن. جناب احدزاده مینویسند که یک آیه قرآن رو نوشتن که پس به کیفر ستمی که قوم یهود مرتکب شدند به خاطر جلوگیری بسیار آنها از راه خدا، چیزهای پاکیزه‌ای که برایشان حلال بود برای اونها حرام کردیم. این مربوط به سوال قبلی است که کردیم، مربوط به برنامه شما نمیشه. حالا اگر که شما فرصت دارید و تا سوالات و کامنت های بعدی به ما برسه، اگر که شما در مورد کاری که برای صحت و سلامتی مردم کمک میکنید و انجام میدید، اینها چه اندازه جناب رحمانی شرایطشون میتونه که در پذیرش درمان مؤثر باشه؟ یعنی اگر که شما یک آدم آرامی که از آرامش دریا برخورداره، خیلی آرام و ریلکس و آسوده، این به شما مراجعه بکنه، یک کسالتی داشته باشه، شما راحت تر میتونید باهاش معامله کنید، یا یک آدمی که شب قبلش یک خواب وحشتناک دیده و تمام تنش میلرزه و بعد ناراحتی دیگه هم داره، برای اون ناراحتی دیگه اومده پلوی شما یا از شما کمک میخواد، میخوام ببینم که عوامل خارجی که از نظر احساسات و عواطف و ذهنیت های ما و حالات روانی ما ما رو متغیر می کنند، این در کاری که شما می کنید تأثیری داره که کار شما رو آسان تر بکنه یا مشکل تر بکنه؟ 100%. ببینید شما الان مثلا تو تمام بیماری هایی که به وجود میاد برای بشر، وقتی می دین دکتر
این میپرسه ازتون یه سوالاتی که شما مثلا با آیا با ورزش میکنین، آیا نمیکنین، آیا سیگار میکشین، آیا مشروب میخورین، آیا غذا چند بار در هفته بیرون میخورین، چون تمام اینا موثر در اون خوب شدن شما و دوره ای که این دکتر میخواد شما رو مداوا بکنه. عین همین هم در این مورد، در مورد کارهایی که من میکنم، خب بیشترش یعنی 50-50 هم بدنه که میتونیم باش کار کنیم، هم از نظر روحی و طرز فکره. به قول آمریکایی میگن این change your perception و change your life، تو طرز تفکر و طرز اینکه چیگونه میبینی و عوض بکن، دنیا عوض میشه، دنیا تغییر پیدا میکنه. و این کار یک هایی نمیشه. این تصوری که من یک جادو خاص اینجا به کار میبرم، هر کسی از هر کجای زندگی بیاد در از دو روز سه روز همه مشکلات برطرف میشه، ای کاش که خداوند این هدیه به من بده. نداده تا حالا، بقیه هدیه داده ازش ممنونم. اینا یه زمان میبره. بهترین کاری که ما میتونیم کنیم، چون الان دیگه واقعا دنیای علم ثابت کرده بیشتر بیماری های ما از تو ذهنمون شروع میشه، یه تحقیقی کردن، اومدن 500 تا انسانیو که بهشون گفتن شما بیماری های به قول خودشون ناعلاج یا سخت علاج داری، بهشون گفتن مثلا تو MS داری، تو سرطان داری، تو نارتی قلبی داری و این خوب نمیشه، به مرور خوب میشه یا به مرور میتونی یه کار بهتری بکنی. اینا رو بعد از این خبر اینا رو دنبالش کردم چه اتفاقی میفته، دیدن 90% این افراد فوت کردن، نه از اون بیماری که بهشون گفتن، بلکه از ترس وحشت این بیماری سکته کردن، مردن یا رفتن خودکشی کردن یا رفتن خیلی کار کردن. این نشون میده که چقدر ذهن ما تو کنار، اگر ذهن سالم باشه، خب حالا مثلا شما بیماری فلان فلان بیماری رو داری، الان که نمرده که، امروز شروع می‌کنی به زندگی، تو وقتی هم بمیری خب می‌بینی چه، حالا هفته بعد من در مورد مرگم صحبت می‌کنم. پس بنابراین این ذهن ما خیلی مهم. برای درست کردن این ذهنم به هیچ عنوان نه پول شما میخواید داشته باشی، نه باید جایی برید. الان با این امکاناتی که هست، خدا رحمت کنه استیو جابز، صد بار بعد برایش خدا رحمت کنه بگیم در روز، این امکاناتی که این به وجود آورده، اینا رو خیلی راحت میتونید داشته باشید. چیزی که یعنی بشریت تا حالا اینقدر خوشبخت مثل این نسل ما الان نبوده که اینجور امکانات اینطوری هست که خودشو بسازه دو مرتبه، خودش از اول اون قبارایی که گفته رو پاک کنه. روزی 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه زود، 10 دقیقه شب، به جای همه کارهای دیگه که ما میکنیم، به جای ببخشید من میگم بازی ادا ممکن ناراحت شن، به جای تمام اون فیلم های ترکی رو که میبینین، ترکیش فیلم رو کردن اصلا شده نماز و روزه یه ده تو خونه هاشون، این به جای این خاموش کنین، همه چی رو خاموش کنین، برین تو باغچه‌تون بشینین، به اون گلی که تو باغچه است نگاه کنین، نفس عمیق بکشید، 20 نفس عمیق، نفس عمیق. الان من یه تکنیک بهتون یاد میدم، اینو واقعا انجام بدین. بیشتر از تمام این صحبت‌ها اون نفس عمیقه که به شما کمک می‌کنه. اصلا تنفس عظمتش اینه که جسم رو به روح وصل می‌کنه. رابطه جسم و روح این نفس کشیدن. ما میتونیم تمام بدن رو تصفیه بکنیم، روحمون هم آزاد و رها بشه. بریم بشینیم، به خودتون بگیم من می‌خوام 20 دقیقه اینجا بشینم، 50 تا نفس عمیق بکشم. نفس عمیق رو اول که میخواییم بکشین، اولا سعی کنین که مستقیم بشین ستون فقرات، چون ما تو بدن هم این سیم کشی های تنفسی و انرژی وجود داره. مستقیم بشین اگر میتونین که سر با ستون فقرات در یه جا باشه، یه جایی باشه که آرام، تلفنتون هم خاموش کنین. والا بزرگترین جراحای مغز دنیا هم روزی 10 دقیقه میتونن تلفنشون رو خاموش کنن، هیچ اشکالی به وجود نمیاد، دنیا به هم نمیریزه. تلفن رو خاموش کنین، بشینین. اولی که میشینین اونجا، نفس عمیقی که میخواییم بکشین، با بینیتون نفس میکشین 10 تاشو، اگه مثلا 20 تا نفس عمیق میخواییم بکشین، 10 تا با بینی نفس میکشین، با بینی میدیم بیرون، 10 تا با بینی نفس میکشین، با دهان میدیم بیرون، نفس عمیق هم میکشین. نفس هم که میخواییم بکشین باید آروم بکشین. یعنی چی؟ یعنی من الان نفس میشم اینطوری که تون میکشم صدا میده، ببینید نفس رو باید طوری بکشین که صدا نده. مثلا من میخوام نفس عمیق بکشم، هیچ صداشو شما حس نمی‌کنید. چرا حالا اینطوری؟ چون وقتی شما بخواید نفس عمیق و آرام بکشین، نفس عمیق بکشین صدا نده، شما آروم نفس میکشین. هر چقدر آرومتر نفس بکشین شما آرامتر میشه. این نفس رو که میکشین میگین من با این نفسی که میکشم انرژی جهان هستی رو دعوت میکنم، نعمتهای خداوند رو دعوت میکنم وارد بدنم میشه. بعد با نفس رو میدین بیرون، جملهش همینه که من هر چی مشکل تو بدن دارم میدم دست جهان هستی و خداوند. 10 دقیقه صبح، 10 دقیقه عصر، هر وقت خیلی عصبانی شدید باورتون نمیشه. شما اگه قبل از اینکه این کارو شروع کنید، برای 1 ماه بگید من میخوام این کارو انجام بدم،
برین فشار خونتون رو بگیرین، برین تمام مسائلی که برای پزشکی هست رو بگیرین با خودتون و بعد از یک ماه هم برین ببین. اگر فشار خونتون پایین نیومده بود یا چی بگین اصلا ما هیچ کاری دیگه نمیخواد بکنم، حداقل این یک کار رو 100% بود. تمام ناراحتی خیلی اگه نفس های عمیق و اغلب عیزا خیلی میگن پوستمون، ما برای پوستمون چیکار کنیم؟ تنفس های عمیق پوست شما رو باز میکنه، پوستتون رو تمیز میکنه. تمام بزرگترین ارگان بدن ما پوست ماست. وقتی پوست ما سالم بشه بدن سالم تر میشه. پس بنابراین یک همچین کاری که ذهن شما رو آروم میکنه. حالا وقتی هم مثلا من بقیه تکنیک ها رو میگم یا میگم این کارم بکنین، هم براتون آرومه، میتونین انجام بدین، هم اثرش رو میبینین. هیچ مهم نیست شما در کدوم طبقه پولداری هستین، در کجای دنیا هستین، این فقط هیچ کم نباید اونجا باشه. صبح بلند شدین از خواب این کارو بکنید، تو رخت خوابتون این کارو بکنید. وقتی تصمیم بگیرید با خودتون خلوت بکنید و تصمیم بگیرید که اون سلامتیتون رو به دست بیارید، حالا به مرور بهترین دوست دنیا برای خودتون میشید. حالا قدم میذارید تو کارهای دیگه که باید انجام بدید. این فعلا برای این هفته فکر کنم خوب باشه، برای عزیزان انجام بده. در هر حالی میتونید فرمودین این کارو بکنید، یعنی در هر حالی میتونه نشسته باشه یا اینکه حالت دراز کشیده باشه، کدومش بهتر هست؟ نشسته بهتره. تنها موقع این کار نکنین موقعی که دارین رانندگی میکنین یا دارین کار خطرناک میکنین، چون این یه هایی ممکنه ببرتون توی حالتی که کنترل از دست بدین. بقیه مواقع اصلا من میگم اصلا از اولش هم فکر این که مخصوص باشه و اینطوری بشیم، نه نه، شما این کار انجام بدین، نفس رو انجام بدین. وقتی دیدین حالا به مرور یه جای مخصوص خونه رو بذارین برای خودتون، یه مثلا لباس مخصوصی رو بذارین، چون اینا چی هست؟ اینا نه برای اینکه دنگ و فنگ قضیه رو زیاد بکنین، بلکه اینا رو وقتی شما میگین من سر ساعت 4 یا سر ساعت 7 میخوام این کار کنم، به بدن داریم پیام میدیم. وقتی داری اون لباسی که مخصوص مراقبتون گذاشتی میپوشیم، به بدن داریم پیام میدیم، بدن آماده میشه. الان معلوم شد که سر هر سلولی از وجود ما، صدها از این ساتلایت هایی که تمام این ماهواره ها رو میگیره، سر هر سلول ماست، داری گوش میدی به ما، داری میبینی که ما چی کار میکنیم. فقط چشم ما نیست که میبینی، تمام بدن داری میبینی ما چی کار میکنیم، تمام گوش داری میشنوی. خب وقتی میبینی که من آماده شده، اصلا همونجا شما رو ریلکس میکنه، میگه این داری میرین جمعه، همونطور که شما میخوایی بینین غذا بخورین دهنتون آب میفته، میگه به فلان رستوران غذاش خوبه یا ترشی فلان خوبه، دهن آب میفته. اما عکس عمل بدن در مقابل فکر شماست. این همین کارو با این حالت مدیتیشن بکنید. بعد ببینید اصلا نشستین اونجا هنوز نفس رو نکشیده، شما تو یک لالالندی بگن خود ما دیگه اصلا شراب هم احتیاج ندارید، شما آروم میشید. یک موضوع مهمی که به نظرم رسید تخصصی کار شماست بپرسم. ما چند سال پیش میرفتیم یک کلاسی که هم از این ورزش های کاراته و نمیدونم یه حرفا میکردن، یوگا و کاراته، یه چیز قاطی مال کره بود، یه معلمی هم داشتیم و اینا زمینش بله فکر میکنم قبلش ایستاده نفس عمیق میکشیدیم، همین تمرینی که شما میفرمایید قبل از شروع ورزش اون کارا رو میکردیم. یک آقایی بود که دفعه اولی بود مهمان ما، گفتم بیا بریم اینجا خیلی خوبه و اینها، اومد و همین نفس عمیق و اینها رو کشید. بعد من نگاه کردم فکر کردم این داره شوخی میکنه و اینا، یه مرتبه دیدم تمام قد با صورت افتاد زمین و کار کشید به دکتر و اینها، و دکتر گفت که شما ممکن بود که این بخوره سرش به جایی مثلا بمیره. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه این عادت نداره که انقدر اکسیژن وارد بدنش بشه. و این که عرض میکنم خدمتتون، یه واقعیت همین حقیقت رو دارم عرض میکنم. و بعد از اون ما خود معلممون توجه شرب شد که گفت من این همه ساله که این کار رو دارم درس میدم و تمرین میدم، فکر نکرده بودم که موضوع انقدر جدیه. خود معلم ما میگفت و پول نباید براش بدیم، مجانیه. و وقتی که ما داریم نفس میکشیم، ما از اینجا میکشیم، اصلا اینقدر این نفس ها رو ما کم میکشیم که حد نده. تمام اکثر این مشکلات بیماری ما مونه کمبود اکسیژن تو بدنمونه. خب اینو انجام بدیم، ولی اولش چندین بار اول رو نشسته انجام بدین،
خوابیده انجام بدین، مواظب باشه. من عرض کردم تو رانندگی و کارهای چیز نه. من خودم الان هر کجا باشم، من بیشترین زمانی که به نفس عمیق کشیدم و انجام دادم موقعی بود که دخترم بودم، این کلاس های مختلفی که این بچه ها میدن، بعد 3 ساعت 4 ساعت اونجا شما بشینید. بنابراین این 3 4 ساعتی که شما برای اونجا بشینید، من بعد میشستم نگاه میکردم، تمام مدت داشتم نفس عمیق میکشیدم. یعنی بعد از که تمام میشد، یعنی همه میتونن این کار کنن. شما پشت مثلا رفتین تو مطب دکتری، رفتین باز بچه تون رو جایی میبرین، با یکی منتظرش هستین، به جای اینکه عصبانی بشین زود بریم بیرون، نفس عمیق کشیدن هاتون اون همه چی درست میکن. خانم علیزاده میپرسند که با عرض سلام و خوش آمد به سرکار خانم رحمانی به این برنامه مفید، آیا ممکن است مختصرا در مورد شاکرا های بدن توضیح بدهید؟ با تشکر از حضور گرم شما. بله، ببینید در بدن ما الان ارگانهای همه ارگانهای بدن رو تفهم میدن، ما یه کلیه داریم، یه قلب داریم، یه نمیدونم مغز داریم، چش داریم. در بدن ما اینطور که میگن به بیانی 72,000 به بیانی 82,000 چاکرایم، چاکرام کلمه هندیه به معنای چرخ دوار، این در بدن ما از اینا تشکیل شده. طب سوزنی چین میاد این سوزنا رو که میزنه میگه این بین این به اصلا چرخهای دوا بین این چاکراهای بدن یک مسدود شدن به دلیل حالا یا هوای بد یا غذای بد یا عصبانیت، حالا هرچی، این درد به وجود اومده تو شونه ایشون، میاد اون سوزنا رو میزنه، این چاکراها باز میشن راهشون به هم، طرف شونش خوب میشه بدون هیچ دوا. این همین کار حالا با انرژی ما انجام دیم، ولی اون حالا بری بحثش جدا. بین این چاکراها 7 تاش بسیار مهمن و در واقع 9 11 تاش کاملا برای همه محسوسه. 7 کجاست که از پایین ترین قسمت ستون فقرات ما تا بالاترین قسمت مغز ما 7 تا چاکرا داریم که هر کدوم از اینا وقتی نگاه میکنید، حالا من دفعه دیگه میارم نشون میدم، به یکی از این قدرت بسیار مهم بدن تو اون منطقه هست، این چاکرا به اونا ربط داره. این چاکراها بر اثر این که ما چگونه، همونطور که مثلا شما اگر چربی زیاد میل کنین حتما ناراحتی پیدا میکنه کبدتون، این و اگر کم بخورین مغز ناراحت بشه، یک بالانسی باید باشه. این چاکراها موادشون چی؟ خصوصیات اخلاقی ما که به هیجان میایم و نمیایم، یعنی کار کردن با این چاکراها، مثلا شما چاکرا یکتون که از بالانس خارج باشه، یک سری خصوصیات خاص اون منطقه رو خواهید داشت یا نخواهید داشت، یعنی هر دوش میشه. به قول یکی از این حضور زنده شام محققی که در دانشگاه هاروارد تحقیق کرده، کتاب قشنگی هم نوشته، میگه ما تا 20 سال پیش خب بشر طب ترقی کرد به دلیل اینکه جنگ هایی که بود، به دلیل کشتاری که میشد، اینا رو میبرن، اینا رو آناتومیش چیز میکردن، باز میکردن، میفهمدن این چیه اون چیه، ولی ما هیچ وقت نداشتیم وسیله که یه انسان زنده تحقیق بکنیم خصوص اخلاقش چی از کجا میاد، این داستانش چیه. و الان با توجه به کامپیوتر جدید ما میتونیم این کارو بکنیم. وقتی شما عصبانی میشین، الان که دیگه معلوم شد وقتی عصبانی هستین به وصلتون کنم به کامپیوتر، میبینن در یه قسمت از بدنتون این لرزش ها بالا پایین شده، لرزشش به هم خورده، چون تو بدن ما همه میدونن دیگه الان تمام اتمایی هست که در حال لرزشه، ما در واقع هممون یک گوله انرژی هستیم، در جاهای مختلف فانکشن ها کارهای مختلف میکنیم. خیلی خب، حالا هر چاکرایی رو که با اینکه باید چجوری منظمش بکنیم، برای خودش یک مراقبه‌ای داره، برای خودش یک تمام مراقبه‌هاشون اینا هستش که انجام میدیم. و جالبیش اینه که شما میشین لابراتوری، شما وقتی انجام میدین اثرش هم میبینید، اثرش رو بعد از این مدت میبینید. اینا 5 تا از چاکرای 1 تا چاکرای 7، 2 تا چاکرا کف دستای ما هست که من اون دفعه هم تمرین دارم باز کردیم، 2 تا چاکرا کف پاها، اینا مهمترین قسمت های این چاکرا هستن که تمام بدن رو کنترل میکنن. و بعد اثر کار این چاکراها اون حاله ای که ما دور و بر اون هست، و حالا چه به مسخره همه میگیرن و چه به واقعیت، اون حاله اثر کارای این چاکره هاست که به زودی من به شما، من میتونم مطمئن باشم تا 20 سال دیگه، الان در دانشگاه یکی از بیمارستان تهران 7-8 سال پیش این کار کردن، 2-3 تا کامپیوتر بود که اینا وقتی که افراد اونجا، آقایی که این کارو میکرد، افراد که میبرن مریض بودن، میگفت برن عکس اوراشون، عکس این حاله دوروبرشون رو بگیرن، بعد با توجه به اون عکس میگفت چه بیماری داری،
خود من وقتی کسی اونجا دستگاهی دارم که این عکس رو میگیره و بعد من میتونم بگم بدون که هیچی از اون شخص بدونم، میتونم با توجه به اون عکس حالش بگم تو کجا مشکل داری. این چیز عجیب غریبی هم نیست، این آدم یاد میگیره و میتونه انجام بده. حالا خاصیتش چیه؟ خاصیتش اینه که دیگه اینقدر به شما اکسپوز نمیشه. شما هر بار که میدین زیر این دستگاه امارا و این داستانا که قرار میدین، کلی بهتون موادی استفاده به شما زده میشه که این مواد خوب نیستن برای بدن، یه بیماری رو خوب میکنه، ازای یک مرض به خاطر اون رادی اکتیویتی که به ما وارد میشه، در حالی که اینا اصلا این داستانه بد این ساید افکت رو نداره. شما میتونید حسش کنین این اورا رو و با کاری که اون شخص باید بکنه، با مراقبه ای کار انجام میده، اون بیماری تا مقدار زیادی تسکین پیدا میکنه. این کار چاکراست، بسیار مبحث مفصلی است، بسیار مبحث مفصلی. اگر حالا اجازه بدین شما و بقیه عزیزان بخواید، من میتونم هر بار در مورد یک چاکرا صحبت بکنم، مراقبهشو بدم عزیزانی که بخوان انجام بدن، اگر تعدادی که میخوان زیاد بشه، چون اینا من تمام ویدیوهای من در یوتیوب هست، میتونم برم ببینن، سال هاست در این زمینه صحبت کردم. این مختصرش اگه کافی باشه. دفعه پیش من یادم نمیاد که این موضوع رو با شما مطرح کردم یا نه، ولی یک موضوعی است که خیلی فکر منو مشغول کرده، میخواستم ببینم که شما میتونید در این کار نقشی داشته باشید یا نه. یکی از دوستان من پسری داره که در حدود 30 سالشه و این مسلمان قرآنیه، منتها فارسی بلد نیست، عربی هم بلد نیست، انگلیسی قرآن رو به ترجمه انگلیسی میخونه. در اونجا خونده که فرشته ها گفتن که وقتی که دوران آزمایش بشر روی زمین تمام میشه و محکوم میشه بشر، که دیگه جای پوزش و توبه وجود نداره، بلای آسمانی فرستاده میشه و مورد عذاب قرار میگیرن. و ایشون فکر میکنه که این بیماری کرونا اون عذاب آسمانی است که وارد شده و فرصت مغفرت و توبه و جبران و اینها هم سپری شده و در واقع این حکم امضا شده و دیگه چیزی متوقفش نمی کنه و این اثر خواهد کرد و این تنبیه الهی بر همه مردم من جمله به ایشون انجام خواهد شد. و این چنان روان این رو به هم زده که شبها نمیتونه بخوابه، روزها تمام مدت در حال لرزیدن و در حال وحشت، و موجبات شدید ناراحتی خانوادهش رو به وجود آورده. دکتر بردنش، داروی خواب بهش میده، داروهاش رو نمیخوره. خیلی شرایط اسف انگیزی به وجود آمده. دو سه بار من باهاش صحبت کردم و اون آیه های قرآن رو که غلط براش ترجمه کرده بودن هم ترجمه کردم، هم توضیح دادم و اینها، ولی تأثیری درش نکرد. با توجه به تجربیات شما این سوالم هست که شما میتونید در این جور موارد که فرد دچار این تزلزل‌های روانی یا این خودآزاری‌های روانی در واقع میشه، شما در تخصص و زحماتی که کشیدید و تجربیاتی که دارید، با اینها میشه که یعنی در حوزه خدمات شما هست که بتونید براش کاری بکنید؟ ببینید آقای دکتر، این بیماری هایی که مشکلات روحی که به این صورت به وجود میاد، بعضیشون واقعا کاری نمیشه کرد. یعنی بعد همون دکتر برن و دواشون مثلا تو آب بریزن بهش برن بخور، چون معمولا اینا دواشون هم نمیخورن. اینو اصلا بعد این شخص به یه سنه یه یک جایی برسه که ما بتونیم باش کار کنیم. مثل اینکه شما یه کسی که همش داره میدوه بگید آقا من میخوام به تو این آمپول بزنم، بیا بشین، نمیشینه شما بهش آمپول بزنید، نمیشینه به شما گوش کنه. این بعد با همون دکتر روانشناسی که میبرن بهش یه خود آرومش بکنم، بعد حالا باهاش بشینن صحبت کنم. من معمولا اینجا واقعا میگم ببین، حالا تمام اون چیزایی که شما میگین درست، مثلا حق باشه، اما الان در این لحظه که شما تو خونتی، الان که باید غذا بخوری و بخوابی تا ببینی فردا چی میشه، بیا غذا تو بخور.
حالا ما نمیگم تو اشتباه میکنی، تو درست میگی، ولی الان که پشت در خونه ما کسی وا نستاده، الان که این ما به این میگن این کرونا رو میتونیم ما یه جور کنترل کنیم، بیا این کارا رو ما کنیم تا بعد ببینیم کجاست که ما بعد بلنشیم قدم علم بکنیم و بگیم دنیا آخر شده. با اینا لجبازی نباید کرد، بهشون نباید گفت که تو داری اشتباه میگی، تو دروغ میگی، باهاشون راه بین تا با اونا با شما راه بیان. به خصوص این دواهای آرام کننده اولش بسیار خوبه تا آروم بشن، تا بعد بگن، چون مغز ما یک چیز داستان عجیبه. یک کتابی هست به نام من سرچ فور مینینگ، اینو یک روانشناس سوئیسی نوشته، حالا من اسمش حضور ذهن میاد بذاره. این شخص زمان جنگ جهانی دوم خودش و خانوادش، زن، بچه، مادر، زن، مادر خودش، پدر، برادر، خواهر، همه این افراد اینو دونه دونه جلوی چشم این بردن و تو اون خانه هایی که می سوزوندن اینا رو سوزوندن. این یکی از تمام خانواده مونده بود، این روانشناس بود اونجا. اومده بود بیرون، بعد دیگه درست شده، همه چی جنگ تموم شد، اینا رو آزاد کردن. ولی حالا هر کی، یک همچین شخص که هر روز پا شده دیده مادرش رفت از این اتاق دیگه بیرون نیومد، خواهرش رفت، زنش رفت، بچه‌ش رفت، حالا میگم برو بیرون زندگی کن، دیوانه شده بود اصلا. بعد گفت من یکی یک مسئله یادم افتاد که اینا هر کاری که کردن بیرون از وجود منه، در درون من و در مغز من کاری نمیتونن بکنن. نه تنها بهش همین یک فکر بقید اینو نجات داد، بلکه کتابی نوشت، همین کتابی که نوشته دنیای رو نجات داد از این مسائل. این فکر ما بسیار قدرت قوی داره در اینکه ما چی فکر میکنیم، اصلا یک داستان خودشو داره. این فکر رو فقط با نصیحت و اینا نمیتونی شما ساکتش بکنیم، با گفتن اینجور چیزا نمیشه. اول احتیاج داره که یک دوایی بدن آروم بشه، بعد بله بعد میشه با انرژی باش کار کرد، با مثلا این با این چاکراها اگر با کار بکنن انشالله که بشه کمک کرد. آقای پرتو می نویسند که چرا حافظ یا خیام شناسان یک نظر نیستند. من برنامه ای را در بی بی سی دیدم که یکی از حافظ شناسان می گفت حافظ اگر از می گفته همین شراب است، شراب الکل، و اگر از دلدار و معشوق گفته دقیقاً در خیابان‌های شیراز است. یعنی ایشان میگن یکی از حافظ شناس‌ها در بی بی سی گفته که منظور عرفانی نداره حافظ، منظورش همین دلبر جسمانی و شراب انگوری است. من فکر میکنم که آقای دکتر، من فکر میکنم مولوی جواب همه اینا رو داده، که گفت اجازه داد به ما که هر کسی از زن خود شد یاره من، چون اونقدر حرف اینا چندین لایه داره که هر کسی بستگی داره که کجای زندگی واسطه اون لایه رو باش رابطه برقرار میکنه. میگه اینه، ما نمیتونیم جلوی مردم بگیریم بگیم چجوری فکر کنن، شما هم میتونیم نظر رو بذاریم رو میز، اون چی که با شما مطابقت میکنه، اون چی که در درونتونه اونو بگیریم، باقیش هم ولش کنیم دیگه. ما همش فکر میکنیم ما باید یه چارچوب بدیم که تمام دنیا تو اون چارچوب جا بشن، یا یه عقیده ای بدیم که همه دنیا قبول کنن. این خودش اولین مشکلمونه. حالا یکی میاد میگه ما هم اینو گوشیم رو میز، میگیم این اینطوری نیست، شما برو ببین کدوم میخوای قبول کن، نمیتونی بگی چرا این کارو میکنن اینا دیگه. من اینجور جواب میدم خانم رحمانی که من میگم حافظ رو اول دفعه ما با آثارش معاینه میکنیم که آیا این لجبازی میکنه یا لجبازی نمیکنه، آیا دیوانه است یا دیوانه نیست، آیا ضد قرآنه یا اینکه بیطرفه، بیدینه یا بادینه، دروغگوه یا راستگوه. اینها رو ما در موردش مطالعه میکنیم، با ایمانش هم هیچ کار نداریم. آدم ها پیدا میشن که مرض روانی ندارن ولی عرق دوست داره بخوره. همه آدم هایی هم که عرق میخورن آدم های بدی نیستن. من خیلی آدم های خوب دیدم که از اون آدم هایی که عرق نمیخورن هزار مرتبه بهترن. بهترن، دقیقا. حالا میخوام عرق میخوره شما نخور. ولی من درست بین اونها دیدم که آدم هایی هستن که سالمن و به پیغمبرم احترام میذارم، به قرآنم احترام میذارم، قبول نداره، میگه من نه این پیغمبرتون رو قبول دارم ولی احترام میذارم، توهینم نمی کنم، کتابتونم خاکش رو پاک میکنم میذارم سر تاخچه، ولی نه قرآن رو قبول دارم، نه پیغمبر رو قبول دارم، نه دین رو قبول دارم. این راجع به شراب انگور وقتی تعریف میکنه قرآن رو وسط نمیاره، امام رو وسط نمیاره، میشینه یه مقاله می نویسی که شراب انگور برای بدن شما مفید است،
نمیدونم فشار خون میاره پایین، نمیدونم فشار چی رو میبره بالا، از این حرفا میزنه. درست. حالا یک کسی مثل حافظ باید دید که این حافظ بیماری روانی داره، لجبازی داره، سادیسم داره، مردم آزاره. اگر این خصوصیات رو نداره، عقیدش یا ضد قرآنه یا طرفدار قرآنه. اگر این ضد قرآنه، چرا میاد به دروغ میگه من طرفدار قرآن هستم؟ اونجا من گرفتارم و دلیل من اونجا خودش رو پیاده میکنه. که این آدم اگر منظورش از دلبر موجود جسمانی است و اگر از شراب و بیخود شدن و مست شدن، مستی جسم و شراب، شراب انگور، راجع به الکل صحبت میکنه، مرض روانی هم نداره، چرا این ارتباطش میده به خدا؟ اون رو من تا به حال از هیچ حافظ شناس اون نوعی که بی بی سی میاره پرسیدم، از اینها زیادم بودن، اینها هیچ کدومشون طالب من جواب ندادن. جوابایی که میدن بی ربطه، یعنی میرن یه جایی دیگه. سوال من دقیقا اینه که قبول میکنم که حافظ عرق‌خور بوده و با زنهای مختلف هم بوده، راحت شدید. حالا میخوام ببینیم این آدمی که عیاش هست و الکلی، چرا شهامت نداره که راجع به این موضوع باور خودش نظر بده و بگه من اینطور هستم؟ چرا در لوا نشان میده که من آدم دینی هستم، من نمازخون هستم، من سحر بلند میشم چنین میکنم، من مناجات میکنم، من حافظ قرآن هستم؟ چرا رفته حافظ قرآن شده؟ حافظ یه شغل حافظ قرآن بودن، الان هم در افغانستان شغل هست، در ایران نمیدونم هست یا نیست، ولی در افغانستان افرادی هستن حرفه‌ای هستن، میره میخونه قرآن حفظ میشه، شغلش اینه، حافظ قرآنه. اصلا لغت حافظ به حافظ قرآن گفته میشه، لا غیر. هر کی در زمان حافظ هم یه حافظ نبوده، صدها حافظ بوده، یکیش هم شمس الدین محمد بوده. حالا سوال اینه که من از این گروهی که آقای پرتو نام میبرن، این سوال هنوز پاسخش رو هیچ کس به من نداده که علت دشمنی کردن، اگر که حافظ کنایه میزنه، نعل وارو میزنه در واقع، چرا این کار میکنه؟ به نظر شما این سوال پاسخی داره؟ مطلب من رو متوجه شدی خانم رحمانی؟ بله بله بله. ببینید این که شعر اصلا هر کمی یه نوشته ای که ما می نویسیم، این که نویسنده چی تو ذهنش بوده و این که خواننده، آیا این تونسته مستقیم به خواننده اینو برسونه، چندین چیز مختلفه. ما هر یه مقاله شما بذاریم برای 10 تا آدم بخونن، اینو 10 تا نظر مختلف خواهند داشت اگه با توجه به بک‌گراندشون. حالا این حافظ حتما معمولا افرادی که یک همچین استعدادی، حالا بگیم جهان هستی بهشون میده، خداوند میده، هر چی که بهشون داده و تو مسیری هم که رفتن، گاهی وقتا اینا دغدغه مردم رو دارن، یعنی دوست دارن راهی رو نشون بدن، حرفی رو بزنن که به ما یک آرامش بده. در حالی که حافظ واقعا این کار رو کرده، در هر لحظه شبانه روز شما دارید میگیری حافظ رو باز میکنی، فعالی میگیری، بهت میگه که برو نگران نباش، خدا با توه. و این به ما امید میده، قرن هاست داره به بشر این حرفایی امید میده. حالا شمایی که میخوای اینو خوندی و میخوای فکر کنی که این، من نمیخوام بگم حافظ چی گفته، من میخوام بگم شمایی که اینو خونده، اون کسی که میخونه و میخواد فکر کنه که حافظ به این گفته برو این میخارگی بکن، این به تو سلامت سنتی میده، خب برو بکن ببینیم چی میشه، امتحانش کنن دیگه، دعوا باشون که ندیم که برن هر شب برن دو تا بادیان با شراب بخوام دارن، آقای به هیچ کدوم از اون حرفای حافظ میرسن؟ به بقیه حرفای حافظ میرسن یا نه؟ به اون آرامش میرسن؟ بحثی ندیم باشون بکنیم. نمیدونم، من اینطوری میگم چون اون میخواد اونگونه فکر کنه، اون میخواد اونگونه، نمیتونی کارش کنی شما. میگم من آدم دوش بیدار کرد، ولی بله بفهم. من میگم خدا به آدم عقل داده که آدم مطالب یک نویسنده ای رو، درسته که هر آدمی یه برداشت خاص خودش رو داره، ولی تجزیه و تحلیل بکنه، خودش رو یک لحظه بذاره جای حافظ، بگه من در یک قالب حافظی هستم که حافظ قرآنم و قرآن رو قبول دارم، حالا عرقم میخورم یواشکی، چرا بایستی که
من بیام و هم قرآن رو قبول داشته باشم، اعتیاد به الکل هم دارم، حالا چرا بیام برملا کنم این رو؟ خب خیلی خوب یواشکی که الکل میخورم دیگه. اگه بگیم حافظ ملاحظه کار بوده و میترسیده، که حافظ پاشو جایی گذاشته که اصلا آدم فکر میکنه که چجوری جرأت کرده این حرفا رو بزنه. مغبچه‌ای میگذشت، راهزن دین و دل، دیگه چی بگه؟ راجع به یه چیزی داره صحبت میکنه که اصلا 100 درجه تحریم شده و اصلا ممکن بوده که سرشو به باد بده با این حرفا رو میزنه. یک پس یه آدم نترسی بوده. چرا یک آدمی که اینقدر متحوره و اینقدر شجاعه میاد پنهانی به اساس یک دین حمله میکنه و در قالب یک دیندار رخنه وارد میکنه به دین؟ و اگر این نیست، خب دین رو کنار میذاشته مستقیما راجع به مزایای الکل صحبت میکرده. من با چندین نفر از کسانی که دو سه نفرشون نیستن دیگه، رفتن از بین ما، در طول مدت عمرم صحبت میکردم و الان هم صحبت میکنم، متاسفانه از هیچ کدوم اینها پاسخ صحیحی نسبت به این مطالب پاسخی ندیدم. یک بیننده دیگری می نویسن، جناب مروت فکر می کنم، نوشتن که دین همه، اما دین مهمه، اما دانش دینی خیلی مهمتر است. از این مولانا، از قرآن انسانیت محبت صداقت درس می‌دهد، اما خیلی ها نفرت تنگ نظری را. حافظ صاحب 14 روایت قرآن بود، علوم ابتدایی دینی را خوانده بود. ایشون میگن که دین از دانش مهمتره و اینکه مولانا از قرآن انسانیت و محبت و صداقت رو درس میدهد، اما خیلی ها نفرت و تنگ نظری رو. همین حرف شما رو فکر میکنم تکرار میکنم که هر آدمی از دین یک برداشتی داره. میگن که مولانا از دین محبت رو یاد میده، خیلی ها اصلا از دین اعدام کردن و سنگسار کردن رو یاد میدن، همشون هم به یک قرآن نگاه میکنن. البته در مورد این موضوعشون من یکی دو شرط انتقادی دارم اینا، ولی مربوط به بحث بین من و شما نمیشه، اینه که اونها رو الان مطرح نمیکنم، چون پایه های برداشت یک آدمی که به مولانا نگاه میکنه و فکر میکنه که مولانا راجع به محبت صحبت میکنه، دیگری راجع به دین وقتی صحبت میکنه راجع به سنگسار صحبت میکنه، فکر نمیکنم که پایه های این هر دو قرآن باشه. کسانی که دین اسلام را از قرآن یاد میگیرن کسی رو سنگسار نمیکنن. اون کسانی که راه خطا میرن کتاب‌های دیگری رو به جای قرآن انتخاب می‌کنند و دنبال نوشته‌های آدم‌ها هستند به جای اینکه دنبال نوشته خدا باشند. یه بحث دیگه است که ما رو به جای دیگه می‌بره. جناب علیزاده از شما سوال می‌کنند که ببخشید، میگن با سلام خدمت جناب مروت، به ایشون جواب لطفاً چند برنامه از اینکه باز مربوط به شما نمیشه. جناب میگن حافظی رو که شما تعبیر میکنید نمی نوشید، حسب از مستی و هدف از مستی و می حافظ این بود که خیلی ها مستند خودت هم مستی، مست غرور، مست بازاریابی قدرت،
خیلی ها شهوت سرمایه دنیا و منبر و غیره و غیره. فکر میکنم به من انتقاد وارد میکنن، میگن حافظی که حافظ شرابی که شما تعبیر میکنید نمینوشید. ما هرگز نگفتیم شما و من که حافظ شراب مینوشید. نمیدونم این بیننده به چیه، هدف از مستی و می حافظ این بود که خیلی ها مستند خودت، یعنی مثل من، هم مستی مست غرور هستن، مست بازاریابی هستن، یا شما رو میگه یا منو، بازاریابی قدرت، خیلی ها شهوت سرمایه دنیا و منبر، منبرش به من میرسه، به نظرم که سرمایه داشت به شما میرسه و غیره و غیره. نامفهوم کلامشون، ولی نشان میده که منظورشون اینه که ما هم به نوعی از این موضوعات رنج میبریم و اینها. جناب آذری، سلام به بزرگواران استاد دکتر آقاسی و خانم مهمان محترمشان. و بعد خانم علیزاده به آقایی که فرمایش فرموده بودن راجع به شما و من می نویسن که لطفاً چند برنامه از برنامه های آقای دکتر آقاسی را در یوتیوب ببینید، آشنا شوید. تدریس ایشان بسیار خالص و دور از غرض و مرض است. مطمئناً بعد از دیدن برنامه‌های ایشان نظرتان تغییر خواهد کرد. البته هر کسی اجازه داره که در این برنامه بدون سانسور، تا وقتی که حرف رکیک زده نشده، هر نوع اتهامی رو به هر کسی که میخواد با دلیل یا بی دلیل وارد کنه. و ما این آزادی بیان رو به این علت قائل هستیم که معتقدیم حرفایی که تو سینه ها میمانه اینا تولید بیماری میکنه. دقیقا. و برای اینکه میخوام جامعه بیمار نباشه، سالم. یک آقای دستتون درد نکنه، وقت شما رو نمیخوام بگیرم، ولی یک آقای یک صفحه مطلب نوشتن، از اون بالا تا پایین در قالب مؤدبانه و آخوند مآب منو زیر مسلسل اتهامات مختلف بردن که تمام عیبای دنیا رو، حالا تو برنامه شما که تموم شه اونو میخونم، تمام عیبای دنیا رو من گذاشتن. من فکر میکنم که این برنامه شون رو، این چیزایی که نوشتن، اینا رو من میذارم تو پیج پیوند تیوی که همه بخونن، 100,000 نفر بخونن، راجع به من گفته. ولی من فکر میکنم که معالجه اینها این است که بگذارید این عقده بیاد بیرون. مثلا بله. یک کسی میخواد همه عمرش بگه این آقاسی دزده، فرض بفرمایید، هر چه میخواد حرف بزنه حرفشو پخش نمیکنه، میخواد بره تلویزیون ایکس بگه آقاسی دزده، میگن ما رو سو میکنه، نمیشه اینجا این حرفا رو بزنی. حالا تو تلویزیون خود من که میاد میگه آقا شما دزدی، میگم خیلی خوب بذار من پخش کنم که همه بشنوه. این آرام میشه، میبینی حرفش هم زد، 100,000 نفر هم شنیدن، این آقای آقاسی هم جلو 100,000 نفر دوست شد. حالا شما راحت شدی، الان آرامش به شما دست داد. دقیقا. آخه من دیگه چه نتیجه میخوان بگیرن، واقعا اینکه چه نتیجه یادم میخواد بگیرن از اینکه یکی رو محکوم بکنه. حالا چی میخوای بکنی؟ به من بگو ثابت کردی آقای آقاسی دزده، خانم فلانی اینطوریه. خب حالا چه اتفاقی براش بیفته؟ اگه دنبال اون بره که چه اتفاقی براش بیفته، ببینی نمیفته چیزی، فایده نداره. میگه عقربا رو نمیدونم، میدونی حتما شما آقای دکتر عزیز، میگم 5-6 تا عقربو که بندازین توی یه ظرف بلند که بندازن تو، 2-3 تاشون پایین میخوابن، یکیشون شروع میکنه اومدن بالا، میخواد ببینه به کجا بره، اون یک دو تاش اونجا شروع میکنه پایینو کشیدن انداختن پایین که این بیاد مثل خودشون بشه. تو این تو جامعه ما، من خودم به شخص 25 سال تو پاپ تو جامعه هم معمولا اینطوری، افرادی که هیچ کاری حاضر نیستن بکنن، میخوان اون پایین بشینن و با انواع و اقسام حرفایی که اون کسی که اومد و به اصطلاح برگردونن سر جاش، در حالی که وقتی شما میای بیرون، این هم من شاهد این ماجرا هستم، زحمتی که میکشین، یا خود من که میام بیرون، حالا بابا این حرفو گفتیم، یکی خوشش میاد خدا رو شکر، یکی بدش میاد اونم اوکی، یکی مثلا بی تفاوت رد میشه، خب اصلا این مشکلی نداره. شما میخوای بیای چی، بیا یه چیزی بگو که ما هم یاد بگیریم ازت. فقط تهدید کردن و فوش دادن به جای نمیرسه، ما رو هیچ جا نمیرسه. من عاشق یادگیریم. آقای عزیز، آقای آقاسی که به شما وقت داره بساط هم که میذاره اونجا، 4 تا حرفی که بهش اعتقاد داری و خوبه بنویس به جای این حرفا، بگو من
اینو میخوام به شما بدم، شما یاد بگیرید. قربونت برم، ما میخوریم اونم میگیم ممنونیتیم یا میگیم موافق نیستیم. یاد بگیریم با هم صحبت کردن، و ما صحبت کردن تنها راه نجات بشریته که انقدر به جون هم نیفته. تا زمانی که این افکار تو ذهن یکیه و ما خبر ازش نداریم و اونم به جاش نمیاد بگیم، ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ببینید، یک اصلی هست خانم رحمانی که من همیشه سعی میکنم که مردم رو به اون دعوت بکنم، این است که از آزادی بیان استفاده بکنید، خوبی های خودتون رو بگید. بله. نه از آزادی بیان استفاده کنید بدی های منه بگید. دقیقاً بجید خوبیاتون رو تعریف بکنید. که مثلا یک آقای نوشته که شما هیچ قرآن بلد نیستی، هر چی که میگی همش عوضی و دروغه. من پخش کردم بیانشون رو و بعد ازشون سوال کردم که من خیلی ممنون میشم، چون من واقعا نمیخوام که به مردم قرآن عوضی یاد بدم، اون دنیا برم توی آتیش، من دلم میخواد که خدمت بکنم. حالا خب سوادم شعورم همینقدر، شما که تشخیص دادید که من این یک خط قرآنی که خوندم همش از اول تا آخرش اشتباه بود، این 8 لغت بیشتر نیست، اون لغتیشو 2 تا 3 تاش رو من از نمونه بگید که آقا اینو این من به من تذکر بدید که من یاد بگیرم، به جای اینکه توهین میکنید یا داد و بیداد میکنید یا عصبانی میشید، بگید آقا اینی که شما گفتید این اشتباهه. مثلا ظلم معنی عدالت میده، شما اشتباهی معنی کردید. خب 100,000 نفرم میبینن حرف منو، حرف شما رو، جامعه حرکت میکنه به طرف یاد گرفتن. ما یک مشکل بزرگی که خانم رحمانی داریم اینه که از آزادی بیان استفاده نمی کنیم. حالا وقتتون رو هم میگیرم، میگن یک کسی گفته بودی که اگر 40 روز جلوی خونتون آب و جارو بکنی خضر میاد روز 40 و خضر اینه که یه خواهشی ازش بکنید حاجت رو برآورده میکنه و هر چی که باشه یک خواهش میتونید بکنید این برآورده میشه. یک آقای جلوی خانهش رو 40 روز آبوچاری میکنه، روز 40 میبینه که یک کسی اومد، همسایه پلویش آمد و گفتش که آقا شما اینجا رو جارو میکنی، اینا منتظر خضر هستی؟ گفت آره. از کجا فهمیدی؟ گفت من خودم خضرم، هر خواهشی داری بکن. گفتش که مثلا محمد آقا برو کنار، اذیت نکن، شوخی نکن، الان خضر میاد میبینه تو اینجا هستی میره و اینا. گفت آقا من خودم خضرم، حرفی داری بزن. گفت بالاخره گفتش که اگه خضر هستی عصبانی شد دیگه. گفت اگه خضری این بین من نمیبینی؟ گفت بله. گفت اینو تبدیلش کن به پارو ببینم بلدی. خضری نگاه کردید بیلش پارو شده، نگاه کردید خضر غیب شده، حالا بیلش 10 دلار میارزید، پاروش یا چوب بی خودیه دیگه، باید مندازه دور. یعنی این زحمت رو کشید، از وجود خضر استفاده کرد که 10 دلار هم ضرر کرد به جای اینکه حاجتش رو. این افرادی که عادت ندارن وقتی که آزادی بیان میبینن نمیفهمن که چجوری از آزادی بیان استفاده کنن، اول دفعه سعی میکنن کینه هاشون رو به جامعه، به من، به دیگری، به هر کس حالا نشان بدن. شما برای این کار قبل از اینکه برنامه‌تون تمام بشه، این موضوع خیلی مهمه که وقتی که یک مدتی جلوی یک آبی رو بستن، بعد که جلوی اینو باز میکنن، به جای اینکه این آب زمینها رو آبیاری بکنه سیل روان میکنه و کشت بجا رو هم خراب میکنه. یعنی این آب به جای اینکه گندم‌ها رو آب بده، گندم‌ها رو ریشه‌کن میکنه. شما در این مماشات و تمرین هایی که با افراد مختلف کردید، خیلی سالم هست که شما این کارها رو میکنید، با این جور آدم هایی که یک مرتبه بندشون رو رها کردن و به اینها آزادی دادن، راهی هست که شما پیشنهاد بکنید که جلوی این طغیان ناگهانی اینها گرفته بشه؟ بله، این برمیگرده به اونجا که باز اگر شخص بخواد با خودش کار کنه 100%. راهش چی؟ خیلی آسونه. شما ببینین، ما پر از خشم هستیم، عصبانی. من نمیتونم اگر پر از خشم نباشم حرف خشمگینی رو بزنم. بنابراین تو خود منه. من میگم این افراد، میگم معمولا تو ماشین که نشستین هیچ کس هم اونجا نیست،
هر کسی رو که از دستش ناراحت هستین، از دست حکومت، از دست باباتون، از دست خانومتون، هر کی، با صدای بلند و با هر کلمه ای که تو دهنتون اومد فریاد بزنید و اون حرفا رو بزنید. فکر کن اون جلوتون واسطه. این کارو شاید یک نفر باید برای یک ماه هر روز انجام بده. هر چی که میخوایم بگیم، وقتی که تمام اینا رو گفتی، وقتی که تونستین اون شخص رو مجسم بکنین که دیگه نخواین فوش بدین و داد بزنین و فریاد بزنین، فقط نگاهش میکنین، میرسین به اونجا. یکی بعد از 4 دفعه میرسه به اونجا، یکی بعد از 30 دفعه. حالا بهش بگیم چی رو اینقدر عصبانی هستی؟ چه چیز عصبانی کرده شما؟ چون باید همش با برگردیم به خودمون، در بیرون ما چی میگذره، این ربطی به اینکه ما چگونه داریم عکس العمل به اون میدیم نداره. ما باید ببینیم ما چرا داریم کارو اون چراشو پیدا کنیم. حالا چراشو پیدا میکنیم، میگیم مثلا برای اینکه این به من این دروغو گفت، این زندگی اینطوری شد، برین باز اونجا، باز برای اون کسی که دروغو گفته باز هر چی میخواین بهش بگین تا اونجایی که عصبانیتتون بیاد پایین. این یه تکنیکی برای همینجا هم بگم، برای بخصوص خانم و زن و شوهرها اگه بخواید با هم صحبت کنن، خانوما یا آقایون هر کدوم که فکر میکنی خیلی عصبانی هستین، اون لحظه صحبت نکنین. این خلوت رو برای خودتون بذارین، طرف رو مجسم بکنین، هر آن چی که میخواین با صدای بلند بگین. حتی من گاهی وقتا میگم وقتی خیلی بعضیشون تو مشتاشونه، این چاکراها، این خوبیش اینه که به شما نشون میده در کجای بدن شما انرژی کاملا افتاده اونجا و بهش نرسیدین. حتی میگم این کیسه های بوکس رو پیدا کنین، مشت بزنین، اگر تو بدنتون میخواین کتک کاری بکنین اونقدر مشت بزنین که دیگه خسته بشین. این که از بدن میاد بیرون، حالا شما میتونین بشینین فکر کنین میخواین چیکار بکنین. حالا فکری هم که میکنین که من چیکار میتونم برای خودم بکنم، هیچ تنابنده از بیرون برای ما کاری نمیتونه بکنه که رو ما اثر بذاره، مگر ما اجازه بدیم یا ما انجام بدیم. این دوتا مسئله خیلی مهم. پس برای این منی که الان سلطان سلاطین شدم، به قول مولوی میگه سلطان سلاطین، هم آنم و هم اینم، من بنده سلطانم، پرگوهرم و مرجان. ما عزمتمون اینه که با یک تفکری که بکنیم ببینیم کجا واسه انگرا عصبانیت ها اون سیلا واسه اونا بیاد بیرون، بعد ببینید چرا اینقدر ناراحتو کرده. حالا برمیگردیم به خودتون، خب این خصلت من این باعث ناراحتیم شد، میخوام نگرش دارم یا میخوام برمش بیرون؟ میتونیم بذارینش بیرون با همین، به همین سادگی. آقای دکتر قاسمی، من تو سمینار آلمان هم اینو بگم، چون هر جا که میذاشتم اولین کاری که میکنم، مثلا بچه ها یه هفته سمیناره، حالا این تکنیکو روز اول میام مثلا میگم که همینطوری بدونی که فکر کنین در مورد پدر حرف بزنین. آه پدر، خیلی میگم خدای منه، پدر نازنینه، پدر یا مادر، این اینه، اونه، این اینا رو میگن. خب اینا رو میگیم بنویسیم بذاریم کنار. بعد اینا میرن توی یک 7 روز ما با همین چاکراها کار میکنیم و بعد وسط این 7 روز جای کالا اینا پاک چیز شدن، آمادن که هر چی تو بدنشون بگن. وقتی میگم پدر مادر، شما باید فقط ببینید که چه فریادهایی زده میشه، چه عذابایی که دست پدر مادر کشیدن رو با صدای بلند میگن، چه ببخشید فوشها و زبون بد میرن دهنشون. همینایی که روز اول گفتم پدر عمر من، جون من، مادر عزیز منه، اینا که میاد بیرون، خب همش هم حالا اومد، چون اول اصلا اجازه ما نمیدیم چیزی از بدنمون بیاد بیرون، خشم نهفته اون اجازه نمیدیم بیاد بیرون. بعد میرسیم به 3 روز بعد. 3 روز بعد که میرسه به اون 7 روز، روز آخر حالا با تمام وجود دیگه عاشق پدرشونن، عاشق مادرشونن، کسی که 20 سال با باباش حرف نزده میره گوش تلفن رو برمیده زنگ میزنه اون یکی، و با عشق تمام، با گریه اون عشق و خوش آمد میگه. ما باید تخلیه بکنیم این هیجانات گلالو رو تو بدنمون، و بهترینش اینطوری من توصیه میکنم بکنم. به خاطر اینکه اینجور اظهار نظرهایی که میشه، موضوع این نیست که مخاطب رو فقط به اصطلاح ضایع بکنن یا مخاطب رو مورد حمله قرار بدن، یک ایدئولوژی و یک اندیشه رو متزلزل میکنن. یعنی در این کاری که الان مثال زدم که آقای این حرفا رو زده و اینها، این نیست که فقط یک نفر دیگه ای رو مورد دشمنی یا مورد انتقاد یا هر چی قرار بده. یک موضوعی که مبتلا به یک جامعه است، صدها هزار نفر ممکنه که از این رنج ببرن یا استفاده ببرن، پایه‌های اعتقادی و باور یک جامعه ای رو ممکنه که یک کامنت منفی به هم بریزه. بیشتر سوال من خانم رحمانی این بود که ما آدم‌ها آیا روشی هست که برای
اعمالی که انجام میدیم و پتانسیل مسئولیتی که یا خطری که گفتار ما به وجود میاره. یعنی چطور میتونیم ما کلاممون رو کلام مسئول بکنیم، ضمن اینکه از آزادی بیان استفاده میکنیم، این آگاهی و این دانش رو پیدا بکنیم که بیان ما علاوه بر اینکه ممکنه حالت پاسخ یا انتقام یا جواب داشته باشه، به جنبه دیگرش نگاه بکنیم که این چقدر میتونه که سازنده یا چقدر میتونه مخرب باشه. ما چه بکنیم به عنوان یک انسان تک نفر که مسئولیت های ناشی از ابراز بیانمون رو بتونیم که هم بفهمیم و وقتی میفهمیم بتونیم که مهار کنیم؟ آیا راهی برای این سوال من رو امیدوارم که متوجه میشید؟ من فکر کنم یک کم حالا من جواب میدم، اگه دیدم جواب، یعنی جواب که همیشه نمیتونه آدم بگه، نظرم میگم. من خودم باور دارم که همه اینا برمیگرده به اون، به قول آمریکا میگن intention، برمیگرده به اون که تو ذهن ما چی بوده، من چی میخواستم با این حرفم بزنم. این حرفی که میخوام بزنم اگر به نفع خودم، به نفع دیگری و به نفع جهان هستی، اون مقاله‌ای که می‌نویسم، اون چیزی که میخوام بگم، این دیگه جای ناراحتی نداره. شما میگین و همه چیام بگه، هر چی پیش اومده، اون کسی که میخواد گوش کنه، اون دیگه مشکل اونه که اگه نخواد بفهمه. ما خودمون کجا واسطیم؟ اونجاست که نیتمون چی بوده. نیت وقتی اینه که شما میخواین روشنگری بکنین و میایین از دیدگاه خودتون روشنگری میکنین، 10 تا اونجا هم آدم داره گوش میکنه یا 100,000 تا. حالا اگه اون افراد میخوان به شما گوش ندن و کلمه رو بگیرن و این کلمه رو بر علیه شما استفاده کنن، اون دیگه باید دید. ما که نمیتونیم جلو مردم بگیم اون با اون این کارو کرده، کی میره دنبالش؟ ما آسوده باشیم. اون کسی که آخه مردم یه شعوری هم دارن دیگه. این همه الان فرض بفرمایید که 2,000-3,000 امکان داره الان افراد با کلیک کامپیوتر بالا پایین برن افراد جاهایی رو ببینن، چرا واسه برنامه شما رو دارن میبینن؟ خب اینکه ازش حتما یه خوبی براشون بوده. حالا دو نفر هم پیدا میشن به دلیل اون بیماری کردن یا ندانه میکردن این حرفا رو میزن، کسی گوش نمیده که آخه بیا آقا جون شما هم بیا زحمت بکش، بیا وقت تو بذار، بگو من میخوام به شما اینا رو یاد بدم. با اینکه شما چیزی یاد ندیم، منم یاد نمیدم، به هم فوش میدیم که دنیا به جایی نمیرسه که آخه. همینطوره. یعنی ما از فرصتها برای یاد دادن به هم استفاده نمی کنیم. ما از فرصتها استفاده می کنیم برای خراب کردن یا برای انتقاد کردن. الان شما فرض کنید راست میگید، اصلا میگید آقای آقاسی شما این آیه قرآن رو اشتباه خوندید. خیلی خوب، شما راهش اینه که اول معنی درستش رو بنویسید، بنویسید که شما آقای آقاسی گفتید 2 ضرب در 4 میشه 17. من میخوام عرض بکنم 2 ضرب در 4 میشود 8. امیدوارم که این مطلب رو فرا بگیرید. آیا این بهتره که ما به یک چیزی هم یاد بدیم به مردم؟ دقیقا. چون این آقای آقاسی که غلط یاد داده، شما هم که اومدید به این آقای آقاسی فحش میدید، پس این مردمی که نشستن دارن چی یاد میگیرن؟ یا فوش یاد میگیرن یا غلط؟ یعنی از شما چی یاد میگیرن؟ فوش یاد میگیرن. از من چی یاد میگیرن؟ غلط. میشه غلط به اضافه فوش. خب شما که فرصت داری بیا و بگو آقا 2 ضرب در 4 میشه 8، شما اشتباهاً گفتید میشه 9. خب این بیننده یاد میگیره، فوش هم در دل این هست به من گفته میشه که این چقدر آدم بیسوادیه. ولی وقتی که شما میایید میگید آقا اشتباه کردی، بیننده نمیفهمه که کجا این آقای آقاسی اشتباه کرده. اصلا من میرم یه قدم جلوتر آقای دکتر، من یه قدم میرم جلوتر. این آقا اول بیاد بگه آقای دکتر آقاسی، این چیزی که الان شما گفتین برداشت من اینه، این برداشت من درسته، اینی که شما میخواییم بگینه. اگر شما گفتین بله، بگه خیلی خوب، حالا من با این برداشتی که شما دارم و برداشتی که قبلا یاد گرفته بودم الان مشکل دارم، به من بگین کدوم شما فکر کن درسته، یا یه جایی برسیم، یا شما راهنماییش میکنین، یا شما میگی بچه تعبیه قشنگی تو داری میدی، من میام منم میخوام اونو بکنم، من اشتباه کردم. یعنی یک جایی ما زمان ما بسیار ارزش داره، یعنی چند روزه که تو این دنیا هستیم بسیار ارزش داره. اینقدر سر یه چیزای بیخودی وقت مردم قرون رو نگیریم، یه چیزی یاد بریم و یاد بگیریم. به نظر من همینطوره. ما
به جای اینکه فرصت که به ما داده میشه، کلن که به ما داده میشه، یک ساختمانی باش بسازیم، از اون کلنگ استفاده میکنیم، یه ساختمان رو خراب میکنیم، یه ساختمان هم نمیسازیم، برش میکنیم میریم. من الان همینجا بخوام به این عزیزان بگم، ببینید کاری که من میکنم درسته در خدمت مردمه، ولی خب انصافا تو مسیر این کار شما و تیمیتون این نیستش به اون صورت، ولی شما به دلیلی که فکر کردین این به آدم ها کمک میکنن، نه تنها هیچ هزینه از من دریافت نمیکنین، به من فضا میدین که بیام اینو بگم، شاید 4 تا آدم آروم بشن. خب عزیز من، شما هم که آقای آقاسی قبول نداری، بیا یه کاری اینطوری بکن، حالا اصلا آقای تمام کاراش بکنار، این یه خودی ما بعد چشممون رو، چشمها رو باید شست و جور دیگری باید دید، یک کم چشمها رو بشورین، اینقدر هر کاسه زیر نیم کاسه نگین هست، اگه ما این کارا رو نکنیم تا ابد هم همین داستان جهان سومون باقی میمونه. ما باید این گفتمان و این صحبت کردن ها رو شروع بکنیم بدون فحش. من آقای عبدالاحد یک مطلبی برای شما نوشتن که اگر شراب منع شده، به نظرم نگرش بزرگان ما از این دو سه آیه است که در بالا کامنت گذاشتم، با همه امکانات چون برداشت و کردار ما اسرافگونه و ظلم و ستم با هم آمیخته شد، ظلم و ستم با هم آمیخته شد، صحبت حلال و حرام در بعضی از موارد به میان میاد. ایشان نظرشون اینه که موضوع شراب چون که ممکنه درش اسراف بشه، شاید که در قرآن تحریم شده، به نظر ایشان هست. ما ضمن اینکه از بعضی از بیننده ها گله داریم خانم رحمانی، ولی تعداد بسیاری هم از بیننده ها هستند که تغییرات اساسی کردن و اینها روش استفاده از سرمایه و روش استفاده از تکنولوژی و امکانات رو یاد گرفتن، و اگر دریچه باز میشه، فرصتی میشه، سعی میکنن که از این دریچه و فرصت به مردم چیزی یاد بدن، مثل خود جناب عالی. و اول دفعه آدم کار مهم رو میکنه، به قول عربا الاهم و فی الاهم رو رعایت میکنه، که کار دوم رو که کمتر اهمیت داره، اول شما بنا رو بسازید، بعد اگه وقت اضافی آوردید اون بنای قدیمی رو هم خراب کنید. خراب کنید. اول بسازید. یعنی کسانی که اول دفعه، چند دفعه مثلا یک آقای امروز صبح اومدن گفتن که شما با قرآن آشنا نیستید و بی هر چی حرف میزنید بی خودی. التماس کردیم از صبح تا حالا 50 بار ازشون خواهش کردیم که اونجایی که من اشتباه کردم بگید که مردم بفهمن کجا اشتباه کجا اشتباه. بازم جواب ندید. انشالله دفعه، یعنی انسان ها دارن این رشد رو میکنن دیگه. ما الان همین 25 سالی که تو با جامعه بودیم خیلی فرق کردم، خیلی عوض شدم، خدا رو شکر. این هست، اجازه میدید من این شعر آخر برنامه تقدیمتون کنم و ازتون خدافظی میکنم. در حضور خدمتتون هستم. این در شعری از مولویه که خیلی قشنگه به نظر من، میگه نهادم پای در عشقی که بر عشاق سر باشم، منم فرزند عشق جان ولی پیش از پدر باشم، اگرچه روغن بادام از بادام میزاید، همی گوید که جان داند که من پیش از شجر باشم. اینا همش اشاره به اون روح ازلی ابدی ماست که ما بوده و هستیم و خواهیم بود. به ظاهر بین همی گوید چون مسجود ملائک شد، که ای ابله روا داری که جسم مختصر باشم. یعنی همین باز اشاره به اینکه ما اون روحی که هستیم تو این بدن فقط جسم نیستیم. منم پیدا و ناپیدا تو جان عشق در قالب، گهی اندر میان پنهان گهی شهر کمر باشم، آشکار باشم. حالا این بیت آخرش رو ببینیم، مولوی اون موقع میدونست که چه کرده و چه خواهد شد. میگه اگر عالم بقا یابد هزاران قرن و من رفته، اگر عالم بقا یابد هزاران قرن و من رفته، میان عاشقان هر شب
سمر باشم، سمر باشم. میان عاشقان شب که نیست، 24 ساعته ایشون سمر هستن، این داستانی و اینا از می انگور نیست. ممنونتون هستم آقای آقاسی، به امید بهترین ها برای شما بینندگانتون. قرار شد که شما هفته آینده دو موضوع چی بود؟ یکیش خواب بود؟ مورد مرگ بود و یکی خواب، که چقدر این هر دو هم یه جورایی هم به هم ارتباط دارن. در خدمتتون هستم و مشتاقانه میام خدمتتون. قربونتون، یک دنیا تشکر میکنم از زحماتتون. خیلی ممنونم. خیلی شکر. خدا نگهدارتون. روز بخیر. خدا نگهدارتون.